بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم هر جای دنیا که هستید خوب، خوش، سلامت باشید و پیروز. امروز هوا اینجا به شدت زیبا، ملول. این چراغم هم هی روشن میشه هی خاموش میشه. فکر کنم داره میگی من دارم میمیرم و سوربی، برو یه چراغی بخر. خب یه پول بفرستید تو براتون یه چراغ اینجا بخریم به نام شما روشن کنیم. هر وقت چراغ روشن میشه بگیم اینو آقای مثلا مرادی داده، یا اینو آقای یا خانم فهیمه فروزش داده. در هر صورت ممنونم، خوشحالم که همتون اینجا هستید. امروز هوا به شدت خوب، مثل بهار، مثل یک دسته گل. بارونی هم زده، همه جا طبیعت تازه. خدا روز بد نصیبتون نکنه. فردا امشب که میخوابیم باد و طوفان، فردا میشه 30 درجه. 30 درجه یعنی چقدر؟ 37 درجه صفر شماست. عجب، بشر هنوز نتونسته به یک توافق عددی برسه. این ور دنیا میگه فارنهایت، اون ور دنیا میگه سانتیگراد، این ور دنیا میگه اینچ، اون ور دنیا میگه متر. این ور دنیا از این وری رانندگی میکنن، اون ور دنیا از این وری رانندگی میکنن. عجب این جانور دوپا شری برای خودش درست کرده. و چرا من برنامه رو زود شروع کردم؟ خیلی از دوستان گفتن آقا کار خوبیه که زود شروع کنی، چون ما موقع نهارمونه. خب این دوستان نمیدونن اونجا موقع نهارتونه، یه جای دیگه شبه، یه جای دیگه روزه. در هر صورت من یه چند روز باید کمک یکی از دوستان کنم که رفته بیمارستان. بهش گفتم ببین بهتر زودتر شما از بیمارستان بیای و من نجات بدی، و الا من میام بیمارستان و دوتامون اینجا یه اتاق میگیریم همجور میخوابیم و این کار میمونه رو هوا. نمیدونم از این آب نبات ها دارم یه دونه بخورم. با هر کی صحبت میکنن سرفه، سرفه های خشک. و بهتون گفتم که فلون تو ایران وقتا میگفتن آمو غلام رضا آنفلانزا نوع A رفت، اروپایی ها نوع A رفته، نوع B اومده. حتما تا XYZ هم میخوام ببرم. دوباره چرا خاموش شد؟ اب نداره، شما خاموش هم بشیم، ما کارمون خودمون انجام میدیم. و اما امروز چهارشنبه است، 4 آپریل 2018، برابر است با 15 فروردین 1397. دیگه حالا اگه یه روز فروردین و سیزی به در زودتر میرفتیم، اگه یه روز دیرتر میرفتیم، هر اطفالی که ریختیم تموم شده، برگردین سر کار زندگیتون. اتفاقا در رابطه با 13 فروردین و 13 بدر، یک خانمی که خب به احتمال 99.99% از کالیفرنیا آب ولرم و آب لیمو به این بفرمایید. باورتون میشه دیروز به مادرم گفتم که آب گرم و این ما شیرازی ها به ولرم میگیم ملول، گفتم آب ملول و آب لیمو و عسل هم میخورم. گفت یه چند روز عسل نخور، فعلا شما همون آب گرم و آب لیمو بخور. چشم. حالا بعد از برنامه یکیشو وقتا میگفتن یکی میخوره بی پیاز، یکی میخوره با پیاز، یکی میذاره باباش بیاد. برای اینا بود که چنچنه میکردن. در اصل یکم آب بخورم اینم جاده صاف میشه. بله، خدا رحمت کنه رفتگون شما رو، اگه خدای وجود داره. خدا رحمت کنه داداش من رو، اون که از من 5-7 سال 6 سال کوچیک‌تر بود. یادمه سالها پیش، حدود میشه بگی همون 40 سال 38-39 سال پیش، قرار بود ما یه جایی رو بکنیم که اداره آب بیاد لوله وصل کنه. ما خط رو کشیدیم، ایشونم اون موقع شاگرد هنرستان بود، رشته تراشکاری و اینها، منم اونجا دبیر بود. ما خط رو کشیدیم، گفتیم، گفتن از اینجا تا اینجا بکنیم. ما یه 2 ساعتی رفتیم اومدیم، دیدیم بنده خدا خیلی هم زحمت کشیده، خیس عرق شده و میگه خیلی سخته اینجا، تیشه و بیل و همه چی هم آورده بود. من یه نگاهش کردم، گفتم ببخشید من یادم رفت بهت بگم اول یه سری آب بریز اینجا، آب که بریزی خیس که بشه نرم میشه، کندنش آسون تر میشه. این همیشه میگفت و میخندید، میگو بعضی وقتا یه قسمت یه چیزی رو که آدم میفهمه چقدر کارش رو راحت تر میکنه. بله خیلی ممنونشون، میگه روح شاد. من نمیدونم واقعا به روح و اینا باید معتقد بود یا نه، چون اگه قرار باشه
روح اینها موجود باشه. ما همجود خیابون که رامیره باید به این روح به اون روح بخوریم و خیلی شلوغ میشه. این همه میلیارد سال که کره زمین وجود داشته، حالا اینا که اهل مذهبن گول خودشون میزنن میگن فقط 6000 ساله. تازه همون 6000 سال این همه کشته، این همه مرده، این همه مرضای مختلف، این همه قحطی فلان اینا، اگه هر کدوم از اینا یه روحی داشته باشن این روح کجاست؟ و هر کی هم فامیلش میمیره هی نگاه بالا میکنه، همه تو بهشتن بالا، هیچ کی نگاه پایین نمیکنه بگیریم بابای من، برادر من، خواهر من تو جهنمه. در هر صورت من اگه مردم بالا رو نگاه نکنید، اون پایین رو نگاه کنید، من تو جهنمم با هایده، با مهستی، گلپا هنوز زنده است، با بنان اینا اونجا داریم کنسرت اجرا میکنیم. خیلی ممنون. دقیقاً بدون عسل. چشم چشم چشم. و پیام آقای فرخ رو شنیدی که با شما یک کم کردی صحبت کرده بود آقای مرادی، و یه وقتی اگه اومدی آمریکا ببینیمت، ما مثل که قوم خیشیم. این از این. شنیده بودید هی ما افتخار میکردیم که ما ایرانی ها تروریست نداریم، ما فلان نداریم. یه آخوندی تروریست شد مال استرالیا، بعد معلوم شد که حتی دولت ایران به این دولت استرالیا گفته این آقا خطرناکه ها، گوش ندادن، بعدم دیگه صداشون در نمیاد، خفه خون. اوکی. دیروز یک خانم ایرانی، نسیم نجفی، حالا یه چیزی هم براتون بگم، ما یه مدت پیش یک خانم ایرانی ویدیویی برای ایتو پخش میکرد راجع به نخوردن گوشت و خوردن سبزیجات، ولی ایشون دیگه خیلی به اصطلاح ویگن میگن، ویگن نه ویگن خواننده، یا ویگن بعضی ها میگن، که یعنی دیگه چیزایی که از جانب مثلا تخم مرغ هم نمیخورن، شیر هم نمیخورن، میگن اینا هم بهره کشی هست، چون این مرغ رو مثلا باید اذیتش کنن، سه بار در روز تخم بذاره اینا. خلاصه افتخارمون این بود که نه ما تروریست داریم. باز یه چیز دیگه که اتفاقا هفته پیش میگفت تا حالا تعداد زنای تروریست کم بودن، چون حتی خانم اون جوونی که رفته بود اورلاندو 49 نفر توی گی بار و دیسکو اینا، بار اینا کلاب کشته بود، که فکر میکردن باش همکاری کردن، اونم تبرئه شد، گفتن بابا این بدبخت اصلا مشغول بچه داری بوده و اینها. خلاصه حالا یک خانمی هم ایرانیه هم زن و هم تروریست بلند شده رفته توی مقر یا هدکوارتر مرکز یوتیوب و اونجا شروع کرده به تیراندازی، آخرم خودشو کشته، بعدم گفته که اینا ویدیوهای من رو به هم پول نمیدن. آقای خوشنودی، همه مثل من و تو نیستن، دو تا فوش بدیم به یوتیوب، بگیم یوتیوب حرامزاده هم ویدیوهای ما رو خوب نشون داد، حالا که مشتری جمع کرده میگه دیگه بهتون پول نمیدیم، ولی تبلیغا رو نشون مردم میده. درس خوبی هم هست برای یوتیوب که بابا شماها که پولدار میشید اینقدر ظلم نکنید به مردم. آخه 2 سنت طرف میاد یه ویدیویی نگاه میکنه، خانمی که زحمت کشیده ویدیو ساخته، نمیدونم از کسی لینکش رو میتونه پیدا کنه یا روی فیسبوک، چون من عکسش رو توی تلفن دیدم و عکس این خانم شبیه اون دوتا خانمی بود که در برنامه ما به اصطلاح در تلویزیون ما، بعد از اینکه تلویزیون ایتو برنامه داشتن و من بهشون زنگ زدم و گفتم اینجا میتونید برنامهاتون رو نشون بدید و اینها، اینجا چند ماهی برنامه ها رو نشون دادن. حالا من نمیدونم که همون هست، چون نسیم هم اسمش برام خیلی آشناست، حالا یا اون خانم سحر بود یا نسیم بود، در هر صورت نمیدونم واقعا. خدا به خانواده همین بیچاره هم صبر بده که یک چنین کاری کرده، الان اینا مورد شماتت هم جامعه ایرانی هم جامعه آمریکایی قرار میگیرن. اتفاقا سعید از مکزیک نوشته حالا چه شود، صبر کنیم ببینیم برای ویزا میزا چه خواهد شد. بله، ایشون میگه هیتلر هم گیاهخوار بود. بله، اون روز هم ما نشون دادیم که این آقا هیتلر هم گیاهخوار بوده. حالا یه چیزی من بگم، ممکنه مینا خانم یه کمی از دست من عصبانی بشه. هر وقت شما از فرودگاه میایین برین اونجایی که طرف چاقه،
مأمور گمرک، مأمور امیگریشن، اینا که چاقن بیخیال خوش زورم نهار خوبی خورده ناراحت نیست. هر جوی آدم لاغری بود نگاش کنی، اصلا برای همین بود که اون وقتا دکترها میپرسیدن که دماغ چاقه یا نمیدونم چاق و چله، به عنوان خوبی بود. حالا دیگه بدبختی شده هر کی چاق باشه، هر کی منو میبینه میگه خیلی لاغر شدی، میگم باید خوشحال باشم شاید یه مرضی گرفتم، اینجوری شده. در اصل این ماجرای گیاهخواری، ما یه دوستی داشتیم اینجا، یه دفعه شروع کرد به شدت همه چی رو گذاشت کنار و گیاهخوار شد. آقا بعد یه مدت که رفته بود دکتر، دکتر گفته بود نمیدونم فلان شمارت کمه، فلان شمارت کمه، فلان شمارت کمه، و چی کار کردی چند ماه چه تغییری در زندگیت بوده؟ گفته بود که من گوشت خوردن رو گذاشتم کنار و گیاهخوار شدم. گفته بود نه آقا اینجوری که نمیشه، باید تدریجا. آقا تا 50 سالت، 50 سال، دو سال اول حالا بگو هیچی، یه سال اول فقط، باقیشو گوشت به دادن، آب گوشت دادن، آب مرغ دادن، سیستم بدنت، مغزت، اینا همش به این عادت کرده، یه دفعه کاتش کنی اینجوری میشه. در صورت برگشت رو شروع کرده مثلا دیزی که میخوره آب گوشتشو میخوره، گوشتاشو نمیخوره. گفتم بابا گوشتا که فقط صرف این اصلش اینجاست، از چی میگن اون برمره و مغز استخون و فلان اینا اینجاست. در صورت دوستان عزیز، اینم از این خانم نسیم نجفی که یه جاهایی هم اقدس نجفی، حالا یه فامیل دیگه هم میگو عدمن یا همین اقدس، و اینا نمیتونستن بگن. در صورت هم ایرانیه، هم زن، هم تروریست، و اونایی که به خانم میرزا خانی شما افتخار میکردید حالا بگید چه خاکی بر سرتون میکنید. من میگم میرزا خانی اگه آمریکا نیومده بود میرزا خانی نمیشد. همین خانم هم میگم اگه آمریکا نبود تروریست نمیشد. این بیچاره اگه ایران مونده بود ازدواج هم کرده بود، الان دو تا بچه داشت، انقدر بچه ها براش مشکلات درست میکردن که فکر یوتیوب ویدیو ساختن نبود. بذارید ببینم میتونم پیداش کنم روی یوتیوب یا عکسشو بهتون نشون بدم. من امروز نبودم و خیلی جالبه، یه دفعه دیگه هم قبلا گفتم، وقتی که شما ریسپانسیو باشید، ریسپانسیو یعنی جوابگوی مردم باشید، بهشون احترام بذارید، تا یک پیام میدن فوری براشون پیام و جوابشو بفرستید، اینا وقتی یه روزی هیچ طوری تم نیست، آقا رفتی سر کار زندگی دو ساعت بیرون بودی، همه نگران میشن، طرف هی تکس میزنه اوکی هستی؟ میگم والا اوکی هستم. چطور شده مگر؟ جایی نوشتن سربی مرده؟ میدونید تا حالا چند بار نوشتن عقیلی مرده، چند بار نوشتن گلپا مرده، چند بار نوشتن شهرام کی مرده؟ گفتم جایی نوشتن سربی مرده؟ گفت نه، ایمیل زدم جواب ندادی. اتفاقا این دوستمونم که از خلیج فارس برنامه های خودشون رو ارسال میکنن و برنامه شماره 46 رو امروز خدمتتون پخش میکنم، نوشته بودن که امیدوارم همه چیز درست باشه. معمولا شما بلا فاصله جواب میدید و امروز چون یکی دو ساعت طول کشیده و جواب ندادید نگران شدم. گفتم ماجرا براش، یه دوستی ما داریم رفته بیمارستان، از من خواسته کارو رو انجام بدم و همینجا که شما میبینین این ویلارد هتل توی واشنگتن، من امروز اینجا بودم، حالا عکسش هم بهتون نشون میدم، جای خوبی. اینا قدیمی هن ولی اینا جزء هیستوریک بیلدینگ، جای تاریخی آمریکا هستن. آمریکا که 200 سال بیشتر تاریخ نداره، 200 خورده سال بیشتر تاریخ نداره، چند بارم این تو جنگای اینور اونور سوزوندن و خراب کردن و اینها، دیگه الان همین که مونده مثلا 50 سال 60 سال 100 سالش هم که باشه میگن بنای تاریخی. ولی خداییش بهتون بگم این واشنگتن، شما این خیابون پنسیلوانیا اونیو، خیابون قانون اساسی، هی نمیگن پهلوی، مصدق، خمینی، خیابون پنسیلوانیا، خیابون قانون اساسی، خیابون استقلال، هی چپ و راست به خاطر یه آدمی عوضش نمی کنن. اینا رو بیان ببینین. این امروز تمامه که نه، خیلی از اینایی که آمده بودن قدردانی کنن از مارتن لوتر کینگ که 50 سال پیش در چنین روزی ترور شده، اصلا دور این ساختمونا شلوغ نمیشد، اصلا ماشین رانندگی نمیشد بکنی. بعد از طرفی هفته‌ای هست که مدارس تعطیله و باور کنید من اندازه عمرم جویش دیدم، آدمای کلیمی دیدم، از این کلیمیایی که سرشون رو میتراشن ولی اینجاشون مو داره، اینجوری دو تا منگوله دارن اینجوری و کمربندم چی می‌بندن و اینها. خیلی ممنون خانم نیر قربانی هم میگن که حالم خوب است. بله جناب سوربی، من هم
من هم گوشت نمیخورم ولی شیر، ماست، پنیر، تخم مرغ میخورم و حالم خوب است. ما خیلی خوشحالیم. بله، به شما میگن گیاهخوار یا ویجیتریان اینجا میگن، ولی اونایی که نه تخم مرغ میخورن، نه نمیدونم حالا عسل هم میخورن یا نه، فقط گیاه میخورن، اونا رو بهشون میگن ویگن. اینجا نمیدونم میگن حالا تو آلمان اینا شما چی میگین. در هر صورت اینم مثل دین و مذهبه، به هر کسی خصوصی بستگی داره. میتونید امر به معروف کنید، مزایاش رو برای دیگران بگید، ولی خیلی نهی از منکر نکنید، چون اگه نهی از منکر رو کنید بعد توی مهمونی وقتی میاد دوباره میگن آقا این اومد حالا میخواد از مزرات فلان بگه. در هر صورت خب، کتابای دکتر ماسالی و این، اجازه بدید که خیلی کاغذ دارم، چیزام ردیف نیست. اولا این آقای دکتر واصل اکبری، ما هر کسی برامون کارتی بفرسته، مجله‌ای بفرسته به عنوان احترام، یه تبلیغ مجانی اینجوری، دکتر واصل اکبری آمده در مطب آقای سیاوش صبحانی مشغول به کار شده. خود سیاوش صبحانی دکتر بسیار خوبی است، دکتر داخلیه، دکتر عمومیه و وقت میذاره برای مریضش. حالا گویا این آقای دکتر اکبری متخصص بیشتر اونایی که سنشون بالا هست، چون میدونی شما سنت که بالا میره همراهش یه سری مریضیای هم میاد دیگه، و اینا رو حالا یه وقتم صحبت کنم با دکتر واصلی بگم اگه میخواد بیاد تو تلویزیون یه برنامه بذاره. این مشخصات و آدرسشون، اگر تو ویرجینیا هستین، اگر نزدیکای تایسنس کورنر هستین، شماره تلفنشون هم، بله ایشون میگه در آلمان هم میگن ویگن، پس به این صورت اسم ویگن جاودانه شد. و شماره تلفن دکتر سپانی یا مطب دکتر سپانی که دکتر اکبری هم اونجا هست 703-716-2866. از ایشون ممنونم. و اما این نشریه مجله یا فصلنامه، بذارید ببینم خودشون چی می‌نویسن، فصلنامه می‌نویسن سال 23، بله این فصلنامه است، فصلنامه Persian Heritage یا میراث ایران، اینو دکتر شاهرخ احکامی الان 20 ساله فکر کنم، بله دیگه سال 23، ببخشید 23 ساله، و این شماره 89 هست، بهار 1397، پس حتما این فصل نامش. این رو هم رو اینترنت میتونید ببینید و بخونید، هم روی این حسنی که داره، اگه عروسی دارید که آمریکایی هست، دامادی دارید که آمریکایی هست، بچه هاتون انگلیسی خوندنشون آسون تره، اینا حدود نصف این فصل نامه رو به انگلیسی مینویسن از طرف چپ، نصفش رو از طرف راست به فارسی مینویسن، و کار مشکلیه. من خودم تو این کارهای نشریه و فلان اینها تجربه آنچنانی ندارم، ولی به خاطر مشکلیش نرفتم. و اما دکتر حسن ماسالی، معرف حضورتون هستن، 3 تا کتاب برای من پست کردن، از ایشون ممنونم. بحران جهانی و عوامل آن این کتاب هست، بعد نوشته که قبلا این به اصطلاح مجسمه آزادی، فرشته آزادی، یک مشعل برای روشنایی و دانش و اینها دستش بود، الان از خجالت مشعل را انداخته زمین و صورت خودش رو پوشونده. دومشم اون روز که من با ایشون مصاحبه میکردم و قبل بعد از 13 هم، بعد از ایام عیدم حتما هم با ایشون مصاحبه میکنم، هم سعی میکنم جمعه اگه آقای امیر حسین لادن وقت داشت باشن با ایشون باشن، اگه مسافرتی جایی نباشن. و این گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک رو هم آقای حسن ماسالی نوشته که پایه و اساس تشکیلات و حکومت آخوندی، گفتار زشت، پندار زشت، کردار زشت، سه اصل مهم در اداره حکومت اسلامی است. این یک کتاب ایشونه. یک کتاب دیگرش هست بینش و منش، ستمگری، تسلیم طلبی، نوکرمنشی، فرصت طلبی و تخریبگری در شکلگیری فرهنگ اجتماعی و ساختار قدرت سیاسی در ایران. این هست، اگه خواستید با خودشون تماس بگیرید، یا اگر
ایمیل و مشخصات ایشون رو نمیدونید، با من تماس بگیرید، در اختیارتون میدم، قرار میدم. و یکی دیگهش که به زبان آلمانی و انگلیسی هست اینه: The creation of hate, terrorism and new fascism in the world. میگه پیدایش یا به وجود آمدن، به وجود آوردن نفرت و اینها، world crisis. این رو قبلا در باردش من با ایشون مصاحبه کردم، ولی این چاپ گویا به اصطلاح چاپ جدید و آخرینش هست. و شما هم اگر کتابی می نویسید، اگر پست کنید برای ما، ما به عنوان تشکر از اینکه شما زحمت کشیدید پست کردید، چند دلار هزینه پست دادید، اینجا نشون میدیم و امیدواریم بیننده ها هم باهاتون تماس بگیرن و بخرن. اینقدر این میز من شلوغه که اینا رو اجازه بدید بذارم رو این کشو اینجا فعلا تا بعد. و اما اوضاع آمریکا امروز همونجوری که من در چیز بودم، در واشنگتن بودم، یه سر رفتم این هتل ترامپ. هتل ترامپ اصلا تو فاصله پیاده را رفتن با مجلسین هست، با کتاب. اگه اومدید واشنگتن حتما این کتابخونه مجلس رو برید. خود من هنوز نرفتم. بیچاره اون دوست ایرانی که مسئول بود تا زنده بود و تا کار میکرد و اینها، چند بار به ما گفتن هی دست به دست کردیم، گرچه هیچ پارتی بازی هم نمیخواد، هر کسی میتونه بره. خلاصه تا فاصله این میشه راه رفت. و بعضی وقتا شما وقتی میرین تو واشنگتن، شما اگه راه بری یا با دوچرخه اگه بری، از ماشین تندتر میری. حالا ماجرای ماشین رو برات میگم. تا موقعی که قرمز شما با وایسی، اگر بامپرت سپرت رفت رو خط، عکس میگیرن تیکتت میدن. حالا نه که خیلی این واشنگتن قانون دون هستن، شمایی که میری باید خیلی قانون دون. خب حالا وایسادی، اینا رفتن، سبز میشه. سبز که میشی، ببخشید، همچی که به خودم میگم، همچی که میخوای سر خر رو کج کنی بپیچی چپ یا راست، شروع میکنن عابر پیاده، انگار که در طویله باز شده و این رمه اسب و اینا میان، همه هم سرشون تو اینه دارن راه میرن. یعنی شما باید حواست به اونا باشه به دو دلیل: یکی قانونن اونا چراغ سفید دارن و سبز شما اینجا باطل شده، این دست نمازه که یه بادی ازت خارج شده، سبزت باطل شده. میگه که چگونه میتوان در برنامه شما شرکت کرد؟ آقا یکی یه ایمیل بفرست یا همون اینجا بین، من میخوام بیام در برنامه شرکت کنم، ما هم با اسکایپ با هات تماس میگیریم، مثل هزاران نفر که تا حالا اومدن در 20 سال گذشته، شما میای در باره در هر چیزی که دلت میخواد صحبت میکنی. اینو آقای مرادی پرسید و من خوشحال میشم، چون وقت من کمتر حرف میزنم، گلو در کمتر. خلاصه همچین که حالا چراغ سبز شد میخوای بپیچی، عابر پیاده میاد. عابر پیادم که انگار این باغ آمده درش قدم بزنه، یا بازار وکیل اومده براوزینگ همینجوری وقت تلف کنه، یواش یواش. خلاصه اون ماشینا نصفشون این و نصفشون اون و، دوباره قرمز میشه، دو تا ماشین حقیقتا تو قرمز میرن، دوباره شما وایسید. من نمیفهمم آقا خانم، خب این چین ژاپن چهارراه‌ها رو نشون میده، چهارراه رو کلن میبندن 10 ثانیه 15 ثانیه، عابر پیاده از همه طرف میره. حالا عابر پیاده تو واشنگتن هم بدبختی داره، یه بار از اینجا باید بره، بعد از اینجا باید بره، در صورتی که اگر تمام باکس، میگن به قول خودشون، ببندی، ماشینا وایسن، عابر پیاده با خیال راحت کراس هم میتونه بکنه، از این ور به اون ور اوریبی بره و نمیره. لابد اینا هم برای وقت ترافیک اصلا همین جوری، یا مردم وایسادن یا ماشینا وایسادن، خیلی افتضاحه. مخصوصا این هفته که بچه هم تعطیلن و بعضی از مدارس تور مدرسه گذاشتن، درست عین ایران. یادتونه چند بار بردنمون مجلس رو دیدیم؟ یادتونه چند بار بردنمون شهرداری رو دیدیم؟ یادمونه چند بار بردن استانداری رو دیدیم؟ اتوبوس مینیبوس می آوردن سوارمون میکردن میبردن، شما رو نبردن؟ خب شما لیاقت چه نداشتی؟ برو، ما رو بردن. ما تا موقعی که دیپلم گرفتیم یه دفعه، اینم چون هنرستان بعضی از بچه‌ها رو پتروشیمی و پالایشگاه و اینها میخواست استخدام کنه، یه دفعه یه توری گذاشتن، یه اتوبوسی، اون آقای خوششانس و آقای خوشگو و آقای رحیمی، خدا پدر مادرشون بیامرزه، اینا برداشتن ما رو بردن.
تور اونجا و برگشتیم. در صد همینجوری هم تو مغز ما مونده، ولی اینجا چپ میری راست میری، بچه ها تور بلند میشن میرن این و و وقتی هم بعدن یه کاری میشن، مثلا میگه بله من کلاس سوم که بودم رفتم وایت هاوس، کلاس نمیدونم چهارم که بودم رفتم مجلس، کلاس پنجم که بودم اومدم موزه نمیدونم انسان ها و فلان اینها. بماند اب نداره، ما کارمون خیلی درسته. هنر نزد ایرانیان است. بس شما اینو تکرار کن از صبح تا شب که دیگه نفست بند بیاد، شبم با خیال راحت بگی بخواب، لازم نیست هیچ چیزی یاد بگیری. اصلا ما احتیاج نداریم. ما ایرانی ها دنیا که میان شما ببین، طرف سیمرغ میاد زال و ور میداره میره، میگه آقا این احتیاج نداره، مدرسه برای چی میبرمش بالای کو؟ آخه وقتی مش مزخرف اینجوری بهمون گفتن، بعد یه دفعه از توش رستم در میاد، رستم با یال و کوپال میزنه بچه خودش میکشه. ای آقا شما رستم بچه خودت نمیشناسی؟ کجا رفتی؟ اینجا ما یه دوستی داشتیم گفت که کانادا زندگی میکنه، گفت آقا روز پدر که میشه از ژاپن از چین از این ور از اون ور بهش زنگ میزنن، هی میگن هپی فادرز دی. میگفت والا من نمیدونم اینا کیان. گفتم شما نمیدونی اینا کیان، هم اونا میدونن هم مادرش. وقتی اینجا داشتی تلاش میکردی گرین کارت چیزی بگیری، در هر صورت کارمون خیلی درسته دوستان. کتابای دکتر ماسالی رو نشون دادم، نوشتم که یادم نره. و اما این دوستی داریم آقای بهرام ساروین یا سارویان، فکر کنم ساروینه، یه ویدیویی فرستاده، من یکم نگاه کردم، میخواستم بپرسم که خب حالا این چی؟ این ویدیو ساز و بشکن بالا، خامنه ای کوف بگیری، خامنه ای ذلیل بشی، خامنه ای بمیری. بعد نگاه کردم دیدم ای داد بیداد، گفتا ناگاه پرخیش برود، گفتا که چه از چه نالیم که از ماست که بر ما. سازمان مجاهدین عقب افتاده بعد از 50 سال از عرش واقعا به فرش هیچی، رفته زیر فرش نشستن 4-5 نفر آدم علاف و بیکار موزیک درست میکنن میفرستن. اون وقت دوستان ندونسته، اون دفعه آقای سلامی گفت آقا من نمیدونستم اینا مال مجاهدینه، یکی دیگه گفت یعنی اگه اینا بفهمن مال مجاهدینه توف میندازن رو ویدیوه، با وجودی که میگه خمینی خامنه ای بمیره به درک واصل بشه، ولی آخه آقا خانم آقای ترشیزی دیگرانی که هنوز انقدر امید داریم به این سازمان. اتفاقا یه دوستی برای من یه ویدیوی فرستاده بود که آقا اگه میشه با این خانم مصاحبه کن، ایشون بعد از 32 سال سازمان رو رها کرده و آمده و تمام چیزایی رو که اونایی که شما باشون مصاحبه کردین و میگفتن ایشون مهر تایید و سهه میذاره روش. گفتیم خب پس باشه چشم، یه وقتی اگه فرصت شد با ایشون هم مصاحبه میکنیم. ادیت نیک نیم برای چیه؟ خب این همین آقای بهرام سرویان ما میزنیم میخوایم پیامش نشون بدیم، میگه اسم مستعارشو عوض کن. من این اسم مستعار بارها بهتون گفتم، ببخشید از بس تلویزیون های ایرانی و بیننده ها آدم های ترسو و دروگو و فلان هستن، هی میگه حالا شما نمیخوا اسم خود تو بگی، یه اسم مسترا بگو. این مستعار دیگه شده بود اسم مسترا. آقا چه ترسی داری خانم، چه ترسی داری؟ بله شهرداری ها هم جای چاپلوسان و زنده باد مرده باد های حکومتی بود، اون گذشته درست هم میگی، ولی حالا چرا دوستان اینجا را که طبیعتا آدم های معتقدتری هستن دعوت نمی کنی بیان بحث آزاد این؟ آقای ابهری قربونت برم، آقا همه کاراری که من نباید انجام بدم شما بی انجام بده. شما نمیدونی من در روز بعضیا میگن آقا چرا شما نمیدونی آهنگای درخواستی نه، میگن بیا شما انجام بده، شما دعوت کن ببین چقدر مشکله یکیشو دعوت کنی راضی کنی بیاد صحبت کنه. طرف میاد صحبت میکنه، بعد زنگ میزنه میگه آقا سوربین نمیدونی از دیروز تا حالا 30 تا از دوستای من زنگ زدن چرا رفتی تو تلویزیون سوربین. میگم شما بهشون چی گفتی؟ میگه گفتم چرا نرم. میگم نه بهشون بگو من برای این رفتم که شما اونجا بودید. بعد میگه راستم میگی یا آقا الان شما چند سال منو میشناسی؟ این آقای ابهری سال 2006
که من داشتم این تلویزیون 24 ساعته و اینا رو راه مینداختم، یه روز به من زنگ زد. اون موقع تلفن اون یا مستقیم بود یا تلفن دستیمو داشت و اینها، زنگ زد گفت سوربی الان الان دوربینت داره سقفو نشون میده. گفتم آره، همدن گذاشتم سقفو نشون بده که یه وقت مثل بهبانی که لخت بود کسی بهم زنگ نزنه بگی ممه بند باید داشته باشی، دارم امتحان میکنم، آزمایش میکنم. خب عزیز من، شما از 2006 تا حالا با من 12 ساله، یه نفر رو دعوت کن. اتفاقا مقاله‌ای که نوشتی دیروز یا دیشب بوده، هرچی من الان دیگه خواب و اینا هم کمتر شده دیگه، شب و روز شدم زامبی نمیفهمم، گذاشتم که بخونم. شما میگی چون از برنامه‌های آقای لادن خوشم میاد. خب عزیز من، اصلا اصل زندگی همینه. من از این برنامه ها خوشم میاد، شما خوشت نمیاد یه برنامه بیار بذار که خوشت میاد. چرا هی به دیگران میگیم شما برو ماشین سفید بخر چون من ماشین سفید دوست دارم؟ آقا اگه ماشین نداری که خب اصلا مسئله رنگ سیاه سفید آبی قرمز مسئله نیست، اگه ماشین داری شما سفید دوست داری سفید بخر. من مشکی دوست دارم، مشکی میخرم. چرا اینقدر به هم عذاب میدیم؟ ولی حالا چرا دوستان اینجا را که طبیعتاً دعوت نمیکن؟ بحث آزادی. آها، شما همچنین به من گفته بودید که چرا در صفحه بحث آزاد ایران و اسرائیل من نمیرم نظراتم رو بنویسم. شما برنامه من رو نگاه کن، من تا حالا حداقل 20 بار خوبه که سیگاری نیستم و سیگار پشت دست خودم خاموش نمیکنم، ولی همه پشت دستم سوخته بود. یادتونه وقتا سیگاری ها میگفتن سیگار که میخواد ترک کنه پشت دست خودش سیگار خاموش میکنه که دیگه هر وقت خواست روشن کنه یادش میاد. من تا حالا 20 بار حداقل جلو این دوربین گفتم آقا من دیگه رو صفحه کسی نمیرم چیزی بنویسم، ولی بازم میری یه دم این آقای زرابی یه چیزی گذاشته مینویسی، خانم پری، خانم زری، خوشگل، انشالله بر بپری، میان فوش میدن. خب اعصاب داغون میشه. آقا الان شما که اونجا هستی، شما که اونجا هستی چند نفر متقاعد کردی؟ چند نفر به شما پیوستن که بابا بچه فلسطینی پسر عموی همین قرمساقیه که میاد روش اسلحه میندازه؟ ولی اون نمیفهمه، برای که اون پفیوزن تو خانواده بزرگ شده که از روز اول بهش گفتن این دشمن ما، اگه این سنگ میزنه تو تیر بزن بهش. چه فایده ای داره؟ باید فکر یه کاری بکنیم که ببینیم مثل یه مدرسه ای، مثل من میبینیم به همه اینا که میگن دانشگاه چی بود کوروش، دانشگاه آریایان درست کردیم. یادتون اون آقای میمد لباس لوری هم میپوشید، بیچاره بچه‌ش هم میکشید میآورد، بهش گفت آقای بچه رو ول کن، اصلا معلومه اونجا اومده معذب نشسته. دانشگاه آریایان، اولا هیچ کدومشون خودشون از دم دانشگاه رد نشدن، حالا ما حداقل میرفتیم دانشگاه کتاب بخریدیم، اینا همشون میخوان برن دانشگاه باز کنه. آقا تو این دانشگاه شما چی میخواد بیا؟ کسی که آمریکا فارغ التحصیل شده یا کسی که از مدرسه ها فارغ التحصیل شده نشسته بوده که دانشگاه آریایان شما باز بشه بیاین تو اون؟ آخه خجالت بکشین، بشینید یه مدرسه باز کنید، اکابر اسرا درس همدیگه بدید، انگلیسی چجوری به اصطلاح چیز کنین یاد بگیرین که این جامعه دو کلمه انگلیسی بلد باشه فلان اینها. کارمون خیلی خرابه. همین دوستمون قرار بود یک ویدیوی درست کنه پاسخ به اون دوستمون، بعد از 2 هفته گفت آقا این کار مشکلیه، من اینقدر وقت گذاشتم تحقیق و درست کردم و حرف زدم و خراب کردم و نوشتم و مشکله. گفتم من عمدن به شما گفتم اینجوری، من عمدن تو برنامه میگم اگر این سربی پیر مرد نادان کمدان میتونه برنامه داشته باشه شما میتونید داشته باشید، میخوام که بیان یک دونش بسازید بعد ببینید چقدر مشکله. طرف برنامه ساخته بود فرستاده بود، گفتم آقا شما این صدای پنکه لپتاپ تو خودت متوجه نشدی؟ گفت چرا، اتفاقا وقتی ضبط کردم بعدم خانمم گفت که خب این لپتاپو گذاشتی رو میز که چوبه صدا میده، باید بذاریش روی بالش که صدا نده. گفتم نه آقا آتیش میگیره، این کارو نکن، لپتاپ تو بذار دورتر، یه دونه از این میکروفونای چی میگن، یه میکروفونی یه گوشی چیزی بیار نزدیکتر، یا برو یه کامپیوتر ریزا شدی 199 دلار، یه کامپیوتر بزرگ و خوب بخر. اسکایپ را ردیف میکنم، خودم در خدمت هستم، همچنین اگر اجازه فرمایید دوستان پیشمرگم هم دعوت میکنم. آقای مرادی،
قبل از این که شما شروع کنی از این آقای عبداللهی سوال کن، ببین اولین کسی که هم به ترکا برنامه داد و هم به کردا برنامه داد در تلویزیونی که حتی مال خودش نبود کی بود؟ یکم فکر کنید، دنبالش بگردین، تو این سوراخ تو اون سوراخ، نمیخواد تو سوراخ دنبالش بگردی. من بودم سال 2001 از اون دوستی که تو کار فیلم و اینا بود از فلوریدا آمد و همه گفتن آقا اینا ترکان تجزیه طلبن، گفتم آقا خانم باشن بذار بیاد حرفش بزنه. و اون موقع والا بلا من از پول و از تلویزیون و اینا پول نمی ساختم، من شغلم چیزی دیگه بود، پول خوبی می ساختم. خیلی هم به من گفتن پولت بدین، خیلی جالبه ها، اون وقتا میگفتن پولت بدین، میگفتن من پول نمیخوام. حالا میگیم پول بهمون بدن، هیچی نمیگن بهمون. دیدید این بانک ها همینجورن، بانک ها وقتی که کردیتونه هنوز راه نیافتادید میرید میگه آقا یک کردیت کارت، میگه به شما کردیت کارت نمیدم. من یادمه گفتم خانم من 500 دلار میدم به شما، اون موقع یادم اصلا دبیت کارت شروع نشد، گفتم شما این 500 دلار رو بذار و من هر 30 دلاری که چی میخرم فرداش میام 30 دلار میریزم، ولی یه جا که میریم میگن کردیت کارت گونه نمیشه. اولینی که داد، دومی فرستاد میخواست از اون دزدی کنه، اون قحط کو بیام، سومی همینجوری. حالا یکی میگه 300 دلار بهت میدم، یکی میگه نمیدونم فلان اینا، اینم اینجوری. وقتی پول داری تو حتی مهمونی ها شما یه جای بشین دو کلمه از پول صحبت کن، یواشکی یکی میاد بغل دست میگه آقا اگه یه وقت جای سرمایه خاصی من یه پولی دارم، حالا مال خودم هم نیستا، مال فامیلمونه تو ایران، ولی میخوام سرمایه گذاری کنم، حالا اینو داشته باش. ولی اگه یه بدبختی آشپزی کارگری آمده باشه بگه ملتی که اینجا نشستید، کار از من، سرمایه از شما، بیان یه جایی باز کنیم، ما یه دونه سوپرمارکت ایرانی درست نداریم تو این ویرجینیا، یه دونه سوپرمارکتی که بتونی بری توش تمام چیزات بخری بیای اینجا نداریم. در صورتی که ویرجینیا و واشنگتن ایرانی ها زودتر از لس آنجلس اومدن، چون اولی که از اروپا میمدن اینجا نزدیکتر بوده، اینجا موندن، اینجا دانشگاه های بیشتری بوده و الی آخر. خب من امروز ساعت 2:15 به جای 3 بعد از ظهر برنامه عقل بشر رو براتون پخش میکنم. ایشون یک ویدیویی هم فرستاده، اون ویدیو رو من نشون میدم. به ایشون گفتم متاسفانه کوالیتی این ویدیو خوب نیست، دوستان یکم دقت کنید، یک ویدیو بگیرید، این ویدیو رو برای همسرتون، برای فرزندتون، برای داداشتون با تلفن بفرستید، بعد بیاین تلفن اونو بذارید بغل تلفن خودتون، ببینید ویدیویی که شما گرفتید خوب بوده، وقتی فرستادید چه بلایی این سیستم به سرش آورده. چرا؟ اولا این تلفن ها چند تا آپشن داره، چند تا بی نهایت آپشن داره، واقعا دیگه میشه بی نهایت، که ماها بلد نیستیم. مثلا یکیش اینه، میگه برای اینی که من اینو با سرعت بفرستم میخوای حجمشو کم کنم؟ حجمشو کم کنم این میشه که الان عکس شاه و عکس انور سادات که نشون میدی، شما چون اینا رو میشناسی میدونی که اینا اینا هستن، والا تو اصل دیجیتال دیدن یک ویدیوی اینجوری خب این درست نیست. ولی چه باید کرد؟ اون میفرسته برای اون، اون میفرسته برای اون، اون میفرسته برای اون. ویدیویی که مثلا 20 مگابایت حجمش بوده به دست آخری که میرسه شده 2 مگابایت، یعنی کوالیتی و کیفیتش شده چند؟ 1/10. بعضی ها میگن 10 برابر کم شده، من فکر کنم 10 برابر کم شده غلط، میشه 1/10. بله، ما خود را سازندگان ایران میدانیم، تجزیه انگ رژیم به ما هست. آفرین، همینو شماها باید بیان بگید تا مردم بدونن. یعنی چرا رژیم هی به شماها گفته تجزیه طلب؟ برای که اینجوری خواسته زیرا بتونه بزنه. و اگه شما اون که میگه تجزیه طلب بگی آقا اصلا برنامه فایده نداره، ما برنامه گذاشتیم فلانی زنگ زد گفت آقا تجزیه طلبی، نه شما باید قدرت بگیری، باید بگی اینو آخوند پدرسوخته گفته، ما تجزیه طلب نیستیم، ما حتی اگه خودمختارم باشه، خودمختاریش معنیش اینه آقا شما یه خانواده هستی، بچت بزرگ میشه، ازدواج میکنه، پدرت هر قدم زمین و ملک داره، اگر پدر درستی باشه بهش میگه آقا اون زمین برو اونجا برای خودت خونه بساز، چی بساز، قرار نیست من نهار درست کنیم شما بیای اینجا عروس نمیدونم منت مادر شوهر بکشی که میخواد خوراک بخوره، شاید عروسه بخواد دوتا خوراک خوشمزه درست کنه، شاید بخواد پای شوهرش ماساژ بده، اون فیلمه رو دیدید دیگه.
در صورت خیلی ممنون. سیاسوی ما هم در لاکن سوپرمارکت ایرانی نداریم تا راحت نه. خب اونجایی که شما هستین کوچولوه، ولی اینجایی که ما هستیم شما تو خیابون همینجوری راه میرید چپ و راست ایرانی ایرانی حرف میزنن، چلو کبابی تا دلتون بخواد هست، ولی سیستم سوپرمارکتی که مثل اینجا باشه بری چی بخری بیای، مثل اینجا باشه عصر اگر نونها موند نونا رو بگی آقا این نون یه روز مونده نصف قیمت، نه که بذارتش تو فریزر فردا گرمش کنه به عنوان نون تازه بذارتش لای نونا. والا بلا شما نمیدونید، من هر مهمونی میرم میگه آقا فلانی نون مونده داد بهمون اینجوری، فلانی گوشت مونده رو زیر رو کرده. آخه نکنید، چجوریه که اینا در میارن؟ بهتون بگم، این نوه ما دیگه شما میدونید، نوه اولیمون دیگه، حالا ماشاءالله دو تا نوه، نوه اولیمون یه چند روز دیگه میشه 2 سالش. ما هم گفتیم خب این هر وقت میاد اینجا میگه بابا فون بابا تلویزیون فلان، ما براش یه دستگاه خریدیم گجت به قول اینا. بعد دخترم گفت نه بابا این زوده 1 سال دیگه صبر کن. ما گفتیم اجبرت شد حالا ما اینو ببریم بدیم پس، حالا من که برای بچه‌ام نمیدونم 1 میلیون دلار چی کنم، من که آقای پیر امیدیار نیستم 29 میلیون دلار به باباش پول تولدش داده، 50 دلار، 2 دلار و نیم هم تکس، 3 دلار هم تکس شد و 53 دلار. از اینجا که رفتیم خودمون آماده کردیم که حالا مرده میگه که این چشه، میگیم هیچ طورش نیست اینجوریه. شما باور نمیکنید وقتی من رفتم اونجا این آقایه گفت چیه؟ گفتم که اینو من خریدم برای نوم، ولی دخترم میگه زوده 1 سال دیگه بیا، و من اگه نگه دارم 1 سال دیگه اصلا 1 سال دیگه ممکن. خندید گفت بله من میفهمم و دخترت درست میگه حق با اونه، ولی I'm sorry که it didn't work for you، من متاسفم که این چیز که خریدی برای شما کار نکرد. اصلا آدم گریهش میگیره. خب چی جوریه که بیزینس اینا در میاره؟ مال آمازون هم بود، آمازون اومده تو شاپینگ سنتر اینجا یک کیوسک زده، چی جوریه که این آمازون دنیا رو گرفته؟ ولی اون آقای بقالی که شما رو میشناخت اگه بهش میگفتی آقا بده اینو ببرم خونه نشون بدم ببینم مثلا میپسندن، میگو نه برو اونا رو بیار ببین میپسندن یا نه. خب اینجوری بود که به این اقتصاد شت دوچار شدیم. ولی اینجا ماز جبرانی تعریف میکرد، البته به شوخی میگفت دیگه، حالا شاید هم راست باشه، میگو مادرش میره تو کاسکو چی میخره میاد تو پارکینگ عوض میکنه میبره بهشون پس میده، مثلا دیگه زود پس مثلا توسته. خب حالا اینجا هم یه کمی سختش کردن، اصلا یه فروشگاهی بود میگه هر وقت شما خواستی اینو پس بیا. الان بلومندل کجا اینجوریه؟ یا اون سیرس بوده قبلا اینجوری که یه نفر یه رادیوی آورده بود، رادیوی ترانزیستوری انقدی پس بده، گو این چیه اصلا؟ گو این رادیوه. گو رادیو چیه؟ بعد منیجره بهش گفت پس بگی. و اینجا معروفه، میگن یه فروشگاهی اومد جای یه فروشگاه دیگه و یه نفر 4 تا لاستیک ماشین آورد، گفت من اینا رو خریده بودم برای برف، امسال برف نیومده و من ننداختم زیر ماشین، میخوام پس بدم. طرف گفت آقا اون فروشگاه اینجا نیست، رفته از اینجا. منیجره گفت نه 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 نه، ما ازت پس میگیریم، چند خریدی؟ گفت 200 دلار. گفت 200 دلار بهش بده. مرده گفت آقا ما که لاستیک فروشی نداریم. گفت ولی اینجا فروشگاه داریم. این میبینه که ما باهاش خوش رفتاری کردیم. دفعه دیگه خانمش وقتی میخواد بره خرید اول میاد اینجا. اون وقت ما ایرانی ها و من آنم که رستم بود پهلوان، پسر خود را میفرستد به جو به سوی بهشت روان، میکشدش بعدم آن است که نوشدارو بعد مرگ سهراب آمدی، هنرم نزد ما هست، در کتاب بستی و رفتیم، یک قدم هم جلو نمیریم، هی هم به این و اون زنگ میزنیم آقا چرا اونو نمیاری، آقا چرا اونو نمیاری، چرا اون نمیاد. آقا خانم this is what I can do. قرار بود 15 رفتیم تا 19، اب نداره، اجازه بدیم من این پیام این دوستمون رو پخش کنم، فیلم میرم که ایشون خواسته در 4 دقیقه در دقیقه 14:10 اینجا را داشت کردم 14 minutes and 10 seconds 14 am 10 seconds، اون فیلم رو پخش میکنم. فیلمه مال آقای شاه هست و سادات و اینها. بذار من اینجا ببینم توی این مانیتور ما
اون پیامی که علی فرستاد، گفت صدای فرخ بوده ولی پیامه مال یه زن بوده و اینها. فرخ گفت آقا خب این که دیگه صدای منو میدونه، حالا اون فیلم شما زن نشون میده مرد نشون میده اون دیگه حرفی جدا، من این فیلم مرد رو بیارم اینجا پیام این دوستمون رو پخش کنم، تشکر میکنم از ایشون، زحمت میکشه، الان 46 هفته هست که این کار رو انجام میده، پس شروع میکنیم این رو و پیام عقل بشر رو هم، صدای ویدیو رو هم باز میکنیم. اینجا میریم روی پلیر 6 بفرمایید، اینم لوپ کنه دور بزنه یعنی، و صدا هم نداره، بسیار عالی. نه صدای ویدیوشون صدا داره، با هم برنامه عقل بشر به اصطلاح تصور به ایمان شماره 46 رو میشنویم. سلام بر همه علاقمندان شنیدن این گفتارها، اندیشیدن بسیار و کنجکاوی درباره هر مسئله‌ای و اطلاع از مخالفش مرا به این راه برد که طی 46 گفتار هفتگی عقل بشر عقل و توانش را برای شما بشرحم. طی این گفتارها به مسائل تأثیر گذاشته و گذارده بر مغز انسان به طور عموم و به خصوص ایرانیان سخن گفتم. هدف که بارها تکرار شده تشویق شما بینندگان و شنوندگان محترم به اندیشیدن است. در مقام اول خود را بشناسید و به انباشته ها در مغز که عامل حرکت و تحریکتان است پی ببرید. هنگام اطلاع از یک موضوع نو انسان آن را در مغز حفظ می کند و بیشتر اوقات درست می داند و کمتر به غلط و یا اشتباه بودنش اهمیت داده و یا فکر می کند. این موضوع در عقل ثابت می ماند. تنها مراحل بعدی و تغییرهایش و علاقه شخص در اثر تربیت خانوادگی و تجربه های دیگر موجب ثبت موضوع و یا رد و یا نفی کردنش در مغز و قبول و یا ضدیتش می شود. مرحله های این جریان باز می گردد به علاقه فرد و گرایشش به دانستن بیشتر و یا قبول موضوع وضع و محتوای مسئله با و یا بدون تحمل زحمت فراگیری و بحث. وقتی در خانواده فرزندان همواره از پدر و مادر فقط دستور دریافت کنند و در مرحله های رشد مجبور به اطاعت باشند، قدرت دانشیابی و تصمیم گیری و علاقه به دانستنشان کاسته شده و به تدریج عقلشان در اختیار دیگران قرار می گیرد، منتظر دستور و راهنمایی دیگران و در نهایت پیرو می شود. کسانی که به سازمانی وابسته شده و تا حال در آن مانده یا خارج شده اند از این گروه هستند. این روش در مدرسه های ما قرنها برنامه آموزشی است که اجرا شده و تا حال ادامه دارد. مربیان از مطیع بودن دانش آموزان و دیردستان بسیار خوشنود شده و از چه کنان نفرت دارند. آموزگاران و دبیران و حتی استادان دانشگاه از بحث و شنیدن خلاف موضوع درس و آنچه می دانند ابا داشته و ناراحت می شود. به علت معیارهای اجتماعی خود را برتر دانسته و دیگران را پایین تر و پیرو و حتی نادان می تصورند. فرار از تغییر معیارهای آموزشی با سوگرایی و ارزش نهادن به درسهای معنوی مانند اخلاق و دین و امثالش معالجه نمی شود. بدین جهت است که جوانان بزرگ شده در محیط اطاعتگرایی در ملاقات با نخستین ایده به آن گراییده و آماده بدبخت کردن خود و جان باختن می شود، زیرا توان اندیشیدن در آنان رشد نکرده و با اطاعت اجباری به موجودی تغییر یافتن که بدون استفاده از مغز بر زمین می حرکتند. مجاهدین برگشته که در این تلویزیون مسابقه کرده اند نمونه ای از این افراد هستند. برگشتن آنان بدون اندیشه و فقط در اثر زور بوده، تا حال به ناتوانی خیش و خارج بودن مغز از تسلطشان نندیشیده اند تا تجربه آموخته و شاید دیگر شود. تغییر و پیشرفت یکی از صفتهای متعلق به موجود انسان است. فقط انسان برخلاف دیگر موجودها پیشرفت کرده و همه چیزش تغییر می کند. این حقیقت از وضع انسان بارها در این گفتارها تکرار شده. جهت دانستن و تغییر اندیشیدن
انسان از این مرحله ها می گذرد. 1. دریافت موضوع نو توسط مغز. 2. انباشته شدنش در سلولی از مغز و سپس مورد تصور قرار دادن. 3. قبول و یا رد موضوع. این مرحله بسیار به وضع اجتماعی و مکانی شخص و دانش پیشین مربوط می باشد. موضوع را ممکن است قبول و یا رد کند، یعنی مرید و یا دشمن شود، آن را مورد استفاده و یا مخالفت قرار می دهد. 4. عقیده به موضوع. عقیده یعنی قبول کامل موضوع و درست دانستن و مورد قبول و موافقت قرار دادنش. با این حال ممکن است در صورت برتری توان اندیشیدن و عقیده و بهتر نمودن و یا تغییرش اقدام ورزد. 5. ایمان به موضوع. این مرحله موجب می شد که انسان بحث یا رد موضوع را از خود دور کند، از همه وجود و توان آن را غیر قابل تغییر، غیر قابل بحث و ثابت می داند. گرایش به ایده در لحظه دریاب و یا به تدریج در مغز جا می افتد. با این حال کسانی هستند که در صورت یک خوردن یا دگرگونی غیر منتظره ایمانشان به مسئلهی در آنها تغییر می کند. اغلب این تغییر کنندگان از ایمان سابق زده شده و درست در جهت مخالف قرار می گیرند. مثلا شخصی کمونیستی که از رسیدن به هدفهایش و عدم دستیابی به آرزوها با پیروی از این عقیده ناامید گشته، دیندار متعصب می شود، یا برعکس، یعنی از عاشق به دشمن مبدل می شود. مطیع‌گرایی آنها را از این سو به آن سو می برد. در هر دو حالت نمی فهمند که این اختیار و تغییر خارج از توان و اندیشیدن مغزشان صورت گرفته. این مطلب جهت تأکید و نافراموش شدن تکرار شد. سپری گشتن مرحله ها یه ورود دانش به مغز یک شکل عمومی نمی باشد و در حالت همه افراد یکسان و یک نواخ و با یک سرعت نیست. این بعد در کلاس های مدرسه بسیار روشن است. از همان روزهای اول علاقه کودکان به فراگیری و اهمیت به درس و علاقه به موضوع های گوناگون روشن می شود. علت فعالیت ذخیره های مغزی است که توسط پدر و مادر و اوضاع اجتماعی و مادی با تجربه بر کودک گذشته و بخشی از معیارهای عقل و سنجش زندگی و رفتارش گشته و در بیشعوریش پیریزی شده است. متوجه شدید که تربیت خانوادگی اولین مرحله است که مسیر و روش عقل را معین کرده و در اختیار می‌گیرد. نادانی از این واقعیت فرزندان را به گمراهی می‌برد. متاسفانه تا کنون در سیستم انسان برای افراد که زن و شوهر و سپس مادر می شوند و پدر می شوند آموزش و کلاس درس فراهم نشده، یعنی افراد آموزش یافته حرفه‌ای می آموزند تا مخارج زندگی را تأمین کنند، اما آموزش پرورش دادن و ساختن انسان در محیطی که شاید آدم به بار آورد هنوز وجود ندارد. بدین علت پیشرفت عقل انسان بسیار کند و شاید غیر ممکن است. انسان امروز با چند قرن پیش از نقطه نظر فکری تفاوتی ندارد. عقل انسان توان تشخیص ندارد و از تجربه دیگران استفاده نکرده و نمی کند و نخواهد کرد. امروز تغییر و پیشرفت تمدن انسان توسط اکتشافها و اختراعها صورت می‌گیرد که تعدادی از انسان‌های کنجکاو به ثمر رسانده و سرمایه‌داران به هدف افزودن ثروت بر آن چنگ انداخته، ساخته و با تبلیغات به عنوان بهترین به عقل‌ها فرو برده و پول خریداران را از جیبشان قاپیده و به جیب خود می‌ریزند. به دست آوردن این دستگاه‌ها در عقل انسان تصور پیشرفت کردن را کاشته و خود را داخل آدم حساب می کنند. عقل انسان تغییر با استفاده از دستگاه‌ها را تغییر مغزی تصور می کند. وقتی دستگاهی در اختیارش قرار گرفت خود را دیگر می شناسد. احساس برتری و بهتر شدن در مغزش رخنه کرده و از درک حقیقت نادانی و سستی خیش ناتوانتر می شود. این بعد در کشورهای بسیاری عمومیت و پروازه هست. ناگهان به علت کشف معدنی چون نفت و نیاز جهانیان در مدت کوتاهی ثروتمند شدند بدون اینکه از مراحل تغییر تدریجی بالا رفته باشند.
به حکمرانان و ملت‌ها در پی ایشان این تصور داده شده که تک نمونه و بسیار مهم و با فهم و دانشمند شده و نمونه بهترین ها گشته و می باید مورد تقلید جهانیان باشد. تقاضا می کنم هر یک از شنوندگان محترم سالهای اول دهه 1970 را بیاد آورند که چگونه در آمده بدون زحمت از فروش نفت در اجتماع ایران تغییری بزرگ در مردم، روابط اجتماعی با آشنایان و افراد خانواده ایجاد کرد. این تغییر در روش و رفتار طبقه حکمران و نزدیکان به شاه سریعتر پدید آمد و واضح‌تر بود. آنان زودتر از دیگران از ثروت بدون زحمت بهره‌مند گشته بودند، ثروت را بیش از گذشته معیار برتری اجتماعی قرار داده و گله مردم را جهت یافتنش به هر وسیله‌ای صحیح و یا غلط به تکاپو انداختند. نتیجه‌اش بر هم زدن اصولی شد که افراد اجتماع را به هم پیوند می‌داد و با کندی تغییر می کرد. طی قرنها تشکیلات روابط اجتماعی مخصوصی بنیان شده بود و این ثروت تقسیم شده با بی‌عدالتی رشته روابط را زدود. شخصی که به علت وضع کار و موقعیتش به پول زیاد دست می یافت با افراد دیگری که در مسافش بودند نزدیکشته به آشنایان و دوستان گذشته جیب خالی وامانده را پس می راند، یعنی با محیط نوینی خوشو بش می کرد که با نادانی از گذشتهش تصور عظیم شدن را در مغزش می کاشت. بازماندگان از دستیابی به ثروت به جایی رفتند که با خواندن نوحه بر آنان دلشان را مرهم می نهاد و به روانشان آرامش می بخشید. ثروتمندان نو برای دستیابی به آرامش در آخرت همانطور که در بیشعوریشان رفته بود مسجد و حسینیه ساختند. با نادانی جای اجتماع واماندگان را با دست خود تأسیس کردند و آنان را تحویل رقیب آخوند دادند تا مخالفین را پرورش دهد. اگر این خاطرات را بیاد آورده و بر تغییرها انگشت نهادید از خود بپرسید چرا در زمانش به آن پی نبردیم؟ چرا حکمرانان در درجه اول و سپس اغلب تحصیل کرده ها نتوانستند بفهمند که اشتباه کرده و راهی پیش گرفتند که پشیمانی به بار خواهد آورد و بر خود لعنت خواهند فرستاد؟ آنان که آینده وخیم را پیش بینی کردند از اجتماع رانده شدند. دویدن در راه پول بیشتر یافتن توقف و شنیدن سخن عاقلان را جایز نمی شمرد. همانطور که پس از جویدن لقمه و فرو کردنش دیگر به آن نمی اندیشیم و معده و بقیه دستگاه های درون بدن کار خود را بدون تسلط ما انجام می دهند، به همین صورت مغز اندیشه ای را جذب کرده و بدون اختیار به علت جریان های روز و بنابر برتری های معیارهای اجتماعی و اقتصادی آن را ملاک عمل و رفتار قرار می دهند. ارزش خوبی ها به درجه های مختلف کاسته می شوند. گمراهی ها بالا آمده و به علت عمومیت به خوبی و خوبتر به سرمشق مبدل می شوند. انسان که بدون اختیار این تغییرات در مغزش ایجاد گشته بنابر معیارهای زمان تغییر می‌یابد. متاسفانه این تغییر افزونی یافته و از بد به بدتر می‌رسد و از بدترین شدن نتوان منعش نمود. این تغییرها در افراد معمولی مورد توجه نیست، دانستنش جالب نیست. مانند هزاران سربازی که در جنگ‌ها قربانی شده‌اند و کسی از آنان یادی نمی‌کند، اما به قدر رسیدن یک فرمانده یا پادشاه در صفحه‌های تاریخ نوشته و نسل به نسل یادآوری می‌شود. برویم سوی شاه خودمان. درباره درک نکردن تغییرها به علت خارج از اراده بودن عقل اخباری را می‌تعریفم. اخیراً خانم جیهان سادات، بانوی سابق اول مصر، در مصاحبه تلویزیونی چنین گفته است: وقتی شاه از آمریکای جنوبی به مصر رسید، در فرودگاه از استقبال سوار بر هلیکوپتر مستقیما به بیمارستان پرواز کردیم. شاه بر آسمان قاهره گریست و گفت: تنها شما هستید که به من محبت میکنید. به شاه گفتم: شما به خیلی ها بسیار محبت کرده اید. شاه در جواب گفت: ولی هیچ کدام کمکم نکردند به جز شما. چه شد که شاه این وضع را شناسایی کرد؟ چرا در زمان قدرت و یک تاختگی هرگز به این سرنوشت که بر پدرش و بسیاری از پادشاهان ایران و دیگر کشورهای دنیا
و در دوران خودش آمده بود نمی اندیشید. چرا عبرت نگرفته بود؟ وقتی شاه در نیمه دهه هشتم قرن پیش پس از سالیان دراز به قاهره سفر کرد، پس از خروج از سالن تشریفات فرودگاه، پرزیدنت مصر آقای انور سادات دو اتومبیل لیموزین را به ایشان نشان داد. یکی باز و بدون سقف و دیگری معمولی بود. از شاه خواست اتومبیل دلخواه را انتخاب کند. شاه اتومبیل باز را پسندید، بر آن سوار و طی راه ایستاده تا نمایان باشد و به استقبال کنندگان دستش را حرکت می‌داد. دستگاه امنیت مصر در آن روز بیش از 1.25 میلیون روستاییان اطراف قاهره را با اتوبوس به قاهره آورده بود. با پرداخت 1 دلار و 1 وعده غذای مجانی به هر شخص، آنان را در خیابان‌های مسیر در صف چیدند تا با فریاد و تکرار شعارهای تلقین شده از شاه استقبال کنند. شاه خود را محبوب بین المللی تصور می‌کرد. نشانه‌اش همان مردم استقبال کننده بودند. اگر کسی جرأت می‌کرد و موجبات و حضور افراد استقبال کننده را به او اطلاع می‌داد، حتماً باور نمی‌کرد، زیرا تصور و سپس عقیده و آنگاه ایمان به درست بودن بر مغزش غلبه کرده بود. حقیقت حضور انبوه مردم استقبال کننده را اعضای سفارت ایران و همه خبرنگاران همراه شاه می‌دانستند. هزینه این استقبال را شاه در یک معامله عجیب ملت ایران 1000 برابر پرداخت. شرکتی پیمانکاری میان مصر و ایران به نام شرکت پیمانکاری کانال سوئز تأسیس شد. سرمایه‌اش در آن زمان 250 میلیون دلار، مبلغی بسیار هنگفت بود. ایران پرداخت. این شرکت هرگز فعالیتی نکرد و سرمایه‌اش میان آقای سادات و دیگر مسئولان وقت مصر تقسیم شد. از شاه اللهی‌ها دعوت می‌کنم این یک فقره به هدر دادن ثروت ملت ایران را توسط شاهنشاه آریامهر با دلیل تکذیب کنند. آن وقت گندی‌های دیگری را رو خواهم کرد. تا علت سرنگونی شاه توسط خودش و با دست خودش و نادانیش بر عموم روشن تر شود. در آن دیدار شاه در اوج قدرت و غرور بود. مطمئن هستم در خیالش ملک فوزیه را مجسم می نمود که در خانهش نشسته و مراسم پخش زنده استقبال را از تلویزیون تماشا می کند. شاه با خود به فوزیه می گفت: دیدی من به کجا رسیدم و تو به کجا خزیدی؟ شاه مانند همه انسانها روز بد و احتمال آینده سیاه را نمی توانست در خیال تصور کند تا شاید پیشگیری هایی را طرح و اجرا نماید. در مسیر ورود ایده به مغزش به علت پیشوا دانستن خیش، ایده از مرحله تصور گذشته و به مرحله ایمان رسیده بود. او برگزیده فوق العاده، هر چه می اندیشید یا بر زبان می آورد باید اجرا می شد و چون بهترین و صحیح‌ترین در بیشعوری ملت فرو می رفت. 3 سال بیش طول نکشید که فوزیه ملکه سابق ایران که سلطنت را ترک میان مردم معمولی رفته بود برای عیادت از شاه بستری شده، چند روز قبل از مرگش به بیمارستان رفت. فوزیه در آن دیدار در خیال خود به شاه می گفت: لو دامت لغیرک لما وصلت الیک. عبارت پندآمیزی در زبان عربی که ترجمهش این است: اگر برای دیگری ماندگار بود هرگز به تو نمی رسید. شاه و امثال او و ما نمی توانیم تصور خود را بسنجیم و بدانیم چیز و از عقیده و سپس ایمان به بدیها و کژروی‌ها دوری گزینیم. آری کاش بیندیشیم و بدانیم ما که هستیم، چه چیزی در مغز داریم، مغزمان چیست و چه معیاری اختیارهای ما را افسار کرده، چه مسائلی گرایش‌هایمان را تعیین می کند. در چنگال تصور افتاده و با دوری جستن از پژوهش و اندیشیدن در چاله و چاه و گودی های عمیق‌تر می افتیم. با فرار از آموزش و عبرت گرفتن از گذشتگان، بحران ها را تکرار و بر خود و متعلقین مصیبت ها وارد می کنیم. دیگران را ملامت نکنیم. قبل از هر چیز به توان خود و اشتباهایمان بپردازیم. این دعوت و یا آرزو قابل اجرا نبوده و نیست و حتما هم نخواهد بود. با شرایطی که انسان بر این کره بنیان نهاده نباید تغییر را انتظار داشت. همانطور که شاهد بودیم، محمد رضا پهلوی از سرنوشت پدرش و پایان یافتن سلطنت‌ها در دوران حکمش درسی نیاموخت. انور سادات که شاهد ماجراهای گوناگون تاریخ و سرنگونی پادشاهی مصر و پایان شاه ایران بود، با خودسری و خودبینی
و بی ارزش دانستن مخالفین تخم انتقام کاشت و پایان خود را ساخت. حسنی مبارک جانشینش هم درسی نیاموخت. با دست خیش و اطرافیان متملق و منافق چنان پایانی برای خود و خانواده و نزدیکان شاهد شد که تا آخرین روز عمر مانند شاه دردش را خواهد کشید. جانشینانش هم با بیدانشی و غلبه احساسات خودبینی و خودخواهی بر عقل از گذشته عبرت نگرفته و آینده وخیمی برای خود ساختند. منتظر شنیدن اخبار خونینش باشید. این اشتباه ها را یکایک رهبران تکرار کرده و می کنند و خواهند کرد. هیچ کدامشان از تاریخ و تکرارش درسی نآموخته و نخواهند آموخت. ما گلوار و ناتوان از این رهبران تبعیت کرده و به علت تصمیم هایشان مصیبت بار می شویم. موفق و تندرست باشید. خب بسیار ممنون از این دوستمون. و دو جا شما به درآمد نفت و اینکه اونهایی که این درآمد نفت چی شد؟ کمرای 3 قرار شد پلیر 1 باشی. خب از هتل ویلارد آمدیم بیرون، آمدیم در همین اتاق خودمون. این اتاق هم مال ما نیست، این اتاق هم مال یه هتلی چیزی بوده، عکسش اینجاست. در اصل اولا ممنونم از فرخ عزیز که لینک این ویدیو رو فرستاد. الان که این ویدیو رو نگاه میکنم من 99% مطمئنم که این همون خانمی هست که ویدیوهاشو از این تلویزیون و از تلویزیون ای2 پخش میکردیم و من 2 یا 3 بار تلفنی با ایشون تماس گرفتم. اون موقع یوتیوب اینجوری نبود که خودت یوتیوب ویدیو رو که درست میکنی بذاری و فلان. اینها یه عده ای از هول حلیم افتادن توی دیگ تا دیدن دیگه احتیاجی نیست به تلویزیون ها و یوتیوب ویدیوتی که میذاری 2 دلار، کارشون هم ول کردن، گفتن میشینیم هر روز ویدیو درست میکنیم. خداییش این خانم کارایی که انجام میداد از لحاظ بک‌گراند و اینا خوب بود، با یه دختر خانم دیگه ای هم بود و اینها، ولی خیلی عصبی. من یه دفعه اصلا وقت صحبت کرد گفتم خانم من نمیدونم شما چرا با این اتیتود صحبت میکنی، چرا به همه پرخاش میکنی، ما که شما خودت میگی چه نرخ خوبی، حالا پس سر چی دعوا داری؟ گفتم من دعوام با آقای امیدواره. گفتم خب به اون زنگ بزن، شما با اون پولتو اونجا دادی، دادشو اینجا میزنی. حالا بهتون نشون میدم. ضمناً دوستمون آقای مرادی گفته اون برنامه رو ندیده. آقای مرادی یه برنامه‌ای بود که شما چیزی نوشتی، من نوشتم که شما کرد هستی، اگه کرد گفتم اگه کرد هستی فامیلمون هستی. برنامه بعدی اونو اگه شما روی یوتیوب نگاه کنی فرخ یه پیام فرستاده بود که برای دوستانی مثل شما با زبان کردی یه چیزی خیلی قشنگ کوتاهی، مثلا زنده باشی، من مثلا ترکی یه کلمه بلدیم، اینا هم یه چیزی، البته خیلی از ترکا کردی میدونن، خیلی از کردها ترکی میدونن و هر یه زبان که بدونیم یه چیز بیشتر و بهتر هست. فرخ آمده لینک این ویدیوهای این خانم رو فرستاده و من میگم به احتمال 99% این همون خانمه، چون اسمشو من یادمه که وقتی صحبت شد و اقدسم نیست، اقدمه، اقدم. اجازه بدین کمرای 3. خب ببینید این ویدیوهاشه که اینا رو دیروز تالا گذاشتن. اولا برادر این خانم آمده صحبت کرده، پدر این گفته ما به پلیس خبر دادیم. حالا چرا پلیس نرفته و به اصطلاح چیز کنه؟ و ببینید اینه ویگم آملت، بهتون گفتم مثلا اینو سال 2018 آپریل درست کرده گذاشته و این همون خانمه که ویدیوهای مرحبا آرکاداشلار بگین سیزه ویگند املت یاف ماغنه اراتجیم که بو املت پرژن استایل ده و گورین که بیز ناسل بوغت گزل املت یافا بلیریخ و اونا یومورتالا ورمورخ و یک سیست نیز بلست نیست که بو یومورتالار که سیست این به چه زبانی صحبت میکنه من نمیدونم، ولی ویدیوهایی که اینجا فرستاده بود چند سال پیش و ما پخش میکردیم فارسی بودن. در هر صورت این خانم نسیم، حالا اینجا هم نوشته وبسایتش هم نوشته nasimsabz.com و بعد دیگه خودشون رفتن روی یوتیوب و یوتیوب هم اینجوریه، اینا وقتی که شما 1000 تا 2000 تا سابسکرایبر داشته باشید و اینها بعد
میگه خب اینایی که ممبر شد آبونمان دارن، آبونمان نه پول میدن، اینایی که آمدن اینو میشناسن، حالا دیگه ما اینو کات میکنیم. این کات کردن اینو اون، یک کسی هم مثل این زندگیش درآمدش ممکنه مثلا قسط ماشینش از یوتیوب میداده، اینجوری قطع میشه، عصبانی میشن. والا بعدم نیست اینا یک کمی حساب ببرن. مثلا این اوبر، برید نگاه کنید، اوبر با لیفت در افتادن به هم، انقدر قیمت ها رو آوردن پایین. یه ویدیوی هست بذارید بنویسه اوبر درایو، اوبر اونر اند درایور، اوبر اونر آرگیو وید درایور. حالا ببینیم، اولا این آدم ناحسابی با این همه پول و اینها هنوز سوار اوبر میشه. خب البته یه تبلیغ خوبه، کسی که یه سرویسی رو میاد اینجوری راه میندازه خودش ازش استفاده کنه. بعد راننده بهش میگه آقا من خونم رو از دست دادم، من 90,000 دلار ضرر کردم. بعد اون میگه خب به من چه، تو قبول کردی، ما هم طبق قرار داد. بعد فرداش اعلام کرد که حق با این راننده بوده و ازش عذرخواهی کرد. حالا بذارید من ببینم میتونم اینو بهتون نشون بدم. این اوبر سی او کلانیک، چی اسمش نمیدونم والا. Just because you pay less with Groupon doesn't mean you get less. Haircut 60% off, nails 50%. The CEO and co-founder of Uber, Travis Kalanick, has caught himself in yet another controversy. Of course, Uber has been in the news quite a bit lately. Just yesterday, there were headlines indicating that their VP of engineering had been let go, or he was basically forced to resign because he didn't disclose that he was accused of sexual harassment when he was working at Google. Now, today, we have video that was leaked, or released, I should say, by an Uber driver who was actually driving Travis Kalanick one night in early of him arguing with an Uber driver of there. The video, to be fair, thing. We could do Lux in San Francisco, so I have guys working on Lux, which will be 50% to 75% more expensive than but Black. But people are not trusting you anymore. Do you think people will buy cars anymore? Unless we buy them through Europe, the invoice. Otherwise, nobody want to buy a car. I lost $97,000 because of you. I bankrupt because of you. Lux. Yes. No, you keep changing. ببینید راننده میگه من 97,000 دلار از دست دادم به خاطر تو، من ورشکستگی اعلام کردم به خاطر تو. بعد اونم بیخیال اونجا نشسته و این الانم دیگه از اون شغلش اینا رفت کنار، چون انقدر پول داره که تا آخر عمرش میتونه شاهانه زندگی کنه. Huh? You changed the whole business. What? You dropped the prices on Black. Yes, you did. Bullshit. We started with $20. Bullshit. We started with $20. You know what? How much is the mile now? $2.75. You know what? What? Some people don't like to take responsibility for I their take shit. Responsibility. They blame everything but in their life on somebody else. But why are you sending an email for Town Car? Good luck. Good luck to you too. But I know you don't gonna go far. English, Jimmy Gale. اوبر الان شما ویدیوها رو اگه نگاه کنید میگه طرف وقتی براش کار میکنه ساعتی 7 دلار خورده هم که مینیمم ویج، تازه بعضی جاها 10 دلاره نمیسازه خودش و ماشینش، یعنی اسارت یا بردگی جدیده. یه روزی یه برنامه شروع کرد، کار تاکسی ها رو اونجوری داغون کرد، اینا هم ساعت 50-60 دلار میساختن. بعد الان یه کارش کرده به مسافر میگه بیا سر خیابون، انگار که اتوبوسه. بعدم به راننده میگه اونجا بندازش پایین. الان این به اصطلاح چیزا صحبتش هست که ممکنه رگولیشن، یعنی SEC State Corporation Commission یا دولتای محلی به اصطلاح این رو بذارن زیر رگولیشن خودشون. یعنی شما تاکسی که میخوای داشته باشی، تاکسی برای یه مایل اینقدر میگیره، برای وایسه اینقدر میگیره، برای هر یه چندون اینقدر میگیره، هر مسافر اضافی اینقدر میگیره. ولی اینا اومدن همه این چیزها رو زدن شکستن، خودشون پولدار شدن، نظم جامعه رو به هم زدن. اولی هم که میان آدم فکر کنه به چقدر خوبه تلفن دیگه، نمیخواد زنگ بزنی تاکسی بیاد،
اینجوری میزنی 10 نفر نشون میده این مورچه دارن دورت میچرخن، که اصلا آدم خندش میگیره که این همه آدم بیکار نشستن که بیان منو ببرن سر کار. و خیلی جالبه، اینم این ماجرا هست، ماجرای یوتیوب، نمیدونم ویدیوی 1 سنت 2 سنت، و ماجرای این خانم نسیم نجفی اقدم. بعد پدرش میگه ما به پلیس گفته بودیم که این ممکنه یه همچین کاری انجام بده، ولی ببینید یکی یکی الان شما یه جایی که میخوان برین، من از واشنگتن که رد میشم اصلا آدم نروس میشه، چون همه این ماشین پلیسا و چراغشون روشن، هر ننه قمری هم میخواد بره پیتزا بخره هی ناله میکشه ویش ویش، همه میگن پرزیدنت، میگم نه آقا میخواد پیتزا دونات داره میبره برای فلان. اصلا باغ وحش، واقعا باغ وحش. بعد دلم برای پلیسای جوون میسوزه، اینا با یه شور و حال و اشتیاقی اومدن پلیس بشن، از صبح تا عصر باید اینجوری وایسن کنار خیابون، یه روز سرده یه روز گرم، روزی که سرده از سرما میلرزن، روزی که گرمه از گرما بدبختا هی آب میخورن، هی آب میخوره، خب باید بره توالت دیگه، نمیتونه بره، یا باید 2 ساعت یا 4 ساعت وایسه تا بره، یک نمیدونم. خب شی اسپیک ترکیش، میگن این ترکی صحبت میکرده، در صورت خب لابد بیننده ترکی داشته و اینها. و اینه دیگه، این چیزای جدید، تکنولوژی جدید یه سری هم مشکلات جدید با خودش میاره. الان دیروز من با یه نفر صحبت میکردم، گفت که میریم بیلدینگ فلان، یادت هست که اونجا بودیم با هم؟ گفتم ببین من 32 ساله تو آمریکا هستم، همون سال اول یه چند تا خیابون و برو آکشن و برو نمیدونم جساب و برو بالتیمور و برو ریچموند و برگرد بیا تو دی سی، از دی سی بیا تو ویرجینیا، این یکی مموریال بریج، اون یکی کی بریج، یاد گرفتم. باور میکنید الان به خاطر این نویگیشن، به خاطر این جی پی اس که بهتره بهش بگیم گوس پیچ سیستم، همونا هم بلد نیستم که آقا اینجا خونه ما اینجوریه، شما مستقیم این 66 برو میشه خیابون قانون اساسی کانستیتوشن، سمت چپ وایت هاوس، بعد از 25 دقیقه همینجوری مستقیم بری، اصلا میخوری به دیوار کپیتال. همینا رو ما مشکل پیدا کردیم، میخوایم بریم و بیان باید بزنیم ببینیم چی. البته ناگفته نمانه، یه مشت قانونی گذاشتن، میخوای اینجا بری 48 دلار باید بدی که بری داخل. چرا؟ امروز شلوغه، چون آدمای زیادتری اومدن، ما قیمت رو میبریم بالا، پدر سوختا، چون زیادترن. ما همش میگفتیم آمریکا وقتی یه خبریه سل میکنن، حراج میکنن، اینا برعکس شده، نه که دولتیه، شده مثل دولتای گند دیکتاتور ایران و کشورهای دیگه، چون صبح شلوغه از 5 دلار میکنتش 48 دلار که میخوای برید داخل واشنگتن، بعد از اون که میخوای بیای بیرون از این جهنم میخواد نجاتت بده دوباره 48 دلار، دو تا 48 دلار 96 دلار شما چند باید در بیاری که با این دستگاه ها، دستگاه هم پولش اول دادی، 70 دلار ازت میگیرن، نمیدونم کردیت کارت رو میگیرن، تو چند باید خرج کنی تا بری سر کار برگردی بیای، بری رو خط تیکت بهت میدن، میخوای پارکش کنی ساعتی ازت نمیدونم ساعتی 8 دلار میگیرن، روز 40 دلار میگیرن. خب بی خود نیست، بنده خدا فرخ میگه آقا اصلا من قید ماشینا رو زدم، قید ماشینا رو هم که زدن باز دست از سرش بر نداشتن، گفتن به نام تان باید پراپرتی تکس بدی، یعنی مالیات مالکیت، این پراپرتی مال توه، این ماشین مال توه. یادم تو ایران شروع شده بود ماشینی 500 تومن یه سال میگرفتن، حالا نمیدونم دیگه چجوری اصلا تو ایران میتونن حساب کنن نمیتونن دنبالش بگیرن دیگه نمیدونم. در هر صورت اینم از این ماجراها. دوستان عزیز ما گفتیم 90 دقیقه برنامه، ولی چون این دوستمون تقریبا 20 دقیقه هم نشده بود، حالا یه ربع ساعتی دیگه هم میریم، یعنی 2:54 تا 3:00 تا 3:15 با شما هستم. دوستانی که این برنامه رو به صورت زنده نگاه میکنن و عادت کردن 2 بعد از ظهر، جمعه من 2 بعد از ظهر با شما هستم، چون از 12 تا 2 کانون آوا یا ویدیو نشون میدن
یا مصاحبه های برنامه های زنده دوستانی که جدا شدن میان با شما صحبت میکنن. اگر کسی میخواد در اون برنامه ها شرکت کنه، دوستان من فقط مجری هستم اونجا، با کانون آوا تماس بگیرید، با آقای رزاقی تماس بگیرید، با آقای آزاده تماس بگیرید، با آقای کرمی تماس بگیرید، با آقای راستگو تماس بگیرید، تا اینها به شما نوبت بدن شما بیای صحبت کنید. ولی اگه خودتون بخواید برنامه داشته باشید، این آقای مرادی الان میخواد برنامه داشته باشه، با دوستاش صحبت میکنه، میاد میگه آقا من برنامه زنده میخوام، نرخشو براش میفرسیم. میگه آقا من برنامه از قبل ضبط شده میخوام، نرخشو براش میفرسیم. یا یه روز میگه آقا من میخوام مهمون باشم. مهمون ما تعارف قدمتون بر سر و قدمتونم بر چشم اینا نه، ما میگیم خوش آمدید، مثل آمریکایی‌ها you are welcome you are more than welcome، شما خوش آمدید که مهمون ما باشید، 10 دقیقه ربع ساعت درباره چیزی صحبت کنید، بعد دوستان اگر خوششون اومده و باهاتون تماس گرفتن، شما باید از برنامه بعدی چه کار کنید؟ پرداخت کنید. و الا هر روز چون من اینجا هستم، سر راه شما هستم، شما بگی سربی یه چایی بز من میام، سربی یه چایی بز من میام، یه روز میگم آقا قوری شکست، چایمونم تموم شد، شما سر راه که میای از این فروشگاه افغانیا هم یه قوری قشنگ بخر، هم یه چایی احمدم بگیر بیا. آخه باید میدونی دیگه، باید دیگه پررو میشیم دیگه. باید بریم عمدی رو ببینیم. عمدی هنوز تور خودش رو در کشورهای مختلف داره و اتفاقا برای خواهر ایشون که منیجرش هست نوشتم اگر ویدیوها رو عوض کردین و اون هایی که انجام شده ازش جدا شده بردارین، فقط باقی مونده رو برامون بفرستین، خوشحال میشیم. این کار هنوز نکردن، احتمالا اینا هم در سفر هستن، کار دارن و ما هم خیلی به این دوستان فشار نمیاریم، چون میدونیم زندگی به اندازه کافی فشار میاره. با هم ببینیم و بشنویم و اندیرم برید هر جا که هست ببینید، هم برنامه هاش گرمه، هم انسان شریفی هست. تور نوروزی 1397 برای اولین بار، تور جهانی بیقرار 2018، اجرای کامل آلبوم استثنائی بیقرار با نام پر افتخار موزیک پاپ ایران در صحنه های بین المللی. اندی دهم مارچ نیویورک، 16 مارچ سیاتل، 17 مارچ ونکوور، 20 مارچ لندن، 21 مارچ دوبی، 22 مارچ استانبول، 24 مارچ ایروان، 26 مارچ تبریز، 28 مارچ قبرس، 30 مارچ آنتالیا، 20 آوریل شیکاگو. برای اطلاعات بیشتر می توانید به صفحه فیسبوک اندی مدادیان یا صفحه اینستاگرام اندی موزیک وان مراجعه کنید. بسیار ممنون دوستان. این والنتاین، جایی که اگه بخواید ماشین بخرین، بخواید ماشینتون رو بفروشین، بخواید سوال کنید راجع به این که آقا کدوم ماشین بهتره، و باور کنید دوستان بعضی وقتا این ماشینای بزرگ 8 سیلند طرف میگه آقا این که نمیدونم خدای بنزینه، ولی نه اینجوری نیست. من یادمه ما تو ایران داداشم شاهین داشت که یک مدل از آریا پایین‌تر بود و با پیکان که مقایسه میکردی اون با وجودی که 6 سیلند بود از این کمتر بنزین میسوزون، چون زور نمیزد. این پیکانا همیشه داشت زور میزد. حالا اینم همینه، آدم یه چیزایی رو بر اساس باورهای غلط خودش همینجوری یاد گرفته. اتفاقا این دوستمون تو برنامه قبلی گفت و چون اونو یاد گرفته خوشحاله که یه چیزی یاد گرفته ازش استفاده میکنه، دنبال چیزای جدید نمیره، نمیپرسه از کسی و همین باعث میشه که تو زندگیش ضرر بده. یه تماس، الان هم شماره تلفنشون این پایین نوشته، شماره تلفنشون بزرگم میاد، من نگه میدارم براتون میخونم. شماره تلفن این دوستان هست 301-735-75-53. آقای بیژن جعفری، الکس و بابک اونجا هستن، احتمالاً دوستان دیگه ای هم کار میکنن، ولی من وقتی رفتم اونجا با این دوستان آشنا شدم و این هم آدرسشون و اینها. و خیلی هم ساده است، همون والنتاین که بزنید کافیه،
و اما آقای مهدی تبریزی مهدیزاده هم یه برنامه گذاشته برای نیویورک به نام، یعنی برنامه سال هاست که دوستان گذاشتن و جا افتاده و نمیدونم از سال چندمه، ولی دوستانی هستن که اتوبوس تهیه میکنن، با شرکت های اتوبوس قرار میبندن، قرارداد میبندن و میان از جاهای مختلف شما ها رو سوار میکنن میبرن. آقای تبریزی گفت هم از ویرجینیا هم از مریلند میتونن شما رو سوار کنن ببرن به این جشن و شادی. باهاشون تماس بگیرید. کاروان رقص و طرب نوروزی 15 آپریل یه شنبه، یک سفر به یادماندنی برای شرکت در جشن نوروزی نیویورک مملو از شور و هیجان. و بذارید این پایین ترش هم بهتون نشون بدم، هم شماره تلفنشون هست هم ایمیلشون و دیگه چی، وبسایتشون هم هست کمرای دو. بله، نوشته با شرکت در جشن نوروز و حضور پرشور و شاد در رژه نوروزی نیویورک به قدرت، شکوه و اعتبار جامعه ایرانی آمریکایی بیفزایید. تیچر یونیورسیتی مقدمتان را گرامی می‌دارد. یکی از من پرسید آقا این همون دانشسرای معلمیه یا دانشگاه معلمی که نداشتیم ما؟ میگفتن دانشسرای معلمی. نه در اصل، گفتم والا من نمیدونم. میدونم خود آقای تبریزی تو ایران معلم بوده، میدونم اتفاقا همون دانشسرای معلمی اینا هم تربیت معلم میگفتن. نه در اصل یه روزی ازش میخوام بیاد صحبت کنه. نوشته 6 صبح از اینجا میرن، 6 عصر از اونجا برمیگردن. مکلین جاینت و دورسا هم توی مریلند. شماره تلفنشون 202-680-0456، ایمیلشون هست tu26gg@gmail.com. و اما ما یک مسافرت کوچولویی رفته بودیم، بهتون گفتم یه شهر دیگه ای هست نزدیک ما، اینجا بهش میگن منسس، و اونجا که رفتیم خوراک خوردیم، این خانم ویتنامی و اون صاحب قبلیش و اینا اومدن یکم صحبت کردن. ما هم این آگهی رو داریم نشون میدیم، نه پولی گرفتیم نه چیزی، ولی بنده خدا دوبار مثل که دیده بود گفته بود که وقتی میای اینجا حتما مهمون ما باش. گفتیم باشه چشم میان. این هم از دوستان ویتنامی، خوراکای ویتنامی. اگه نگاه کنید این ویتنامی ها، چینی ها اینا، اولا موهاشون دیر سفید میشه، بعد پوستشون نسبتا پوست خوبی دارن، اکثرا لاغرن، حالا بماند که خیلی سیگار میکشن، ولی لاغریشون مال اون سیگاری نیست، لاغریشون مال ورزش هایی که میکنن، ورزش صبحگاهی چین و نمیدونم شنا و سونا و این چیزا. و خوراک هایی که نگاه کنید، خوراک ها بیشتر ویجیتریان هست، خوراک ها بیشتر سوپ هست. اینم از این ماجرا. و اما در رابطه با اندیشکده و آقای لادن هم صحبت کردیم. من سعی میکنم اگر ایشون جمعه براش امکان داشته باشه، ساعت 3 بعد از ظهر یک 30 دقیقه‌ای با ایشون باشیم، درباره یکی دو تا مسئله صحبت کنن. و اگر شما سوالی دارید، یا با خودشون مستقیما از طریق همین اندیشکده.net یا با فیسبوکشون تماس بگیرید، یا با ما تماس بگیرید، پیام بذارید، پیام‌های شما رو برای این دوستان ارسال می‌کنیم. و به نظرم میاد که اگر خواستن، حالا مثلا میگن در مثل مناقشه نیست، ولی اگه خواستن مناری به دزدن، اول اومدن چایشو کندن، یک سخنگو دارن، یک دفتر دارن، یک وبسایت دارن، یک ویدیو دارن، یک فیسبوک دارن. بالاخره اینه، میگم طرف میاد جنبش باز میکنه، میگم خب وبسایت چون چیه؟ میگه هنوز وبسایت راه انداختیم. خب این هم در زبان ویتنامی یعنی سلام. این محمد علی که شما میشناسی، یه دفعه اینجا دعوت کردن ازش که در برنامه خیام صحبت کنه و MC باشه، و این وقتی رفت اونجا معرفی کرد یه نفر رو. اون طرف که اومد آمریکایی بود که فارسی حرف میزد، بعد میخواست بگه خیام خیلی بزرگه، گفت خایم خیلی بزرگه، همه شروع کردن خندیدن که دیگه این نمیتونست برنامه رو ادامه بده. حالا این چیزی هم که شما نوشتین، کویهام در زبان ویتنامی یعنی سلام. خیلی معروف.
مرد عربی که حرفش را زد من متوجه نمیشم مرد عربی که حرفش رو زد یعنی چی. چون بهتون میگم بعضی وقتا شما وقتی مینویسین من بعد از 5 دقیقه 10 دقیقه میام میخونم یادم نیست شما دارید درباره چی جواب میدید. یه مقداری اگه بگید مثلا در اون برنامه اینجوری دوستی که نوار شماره 46 رو برنامه رو فرستاده بود گفت وقتی درآمد نفت تغییر در رفتار خانوادگی افراد به وجود آورد مثلا یعنی چی؟ مثلا ما یه فامیل داشتیم که درآمد نفت به اون دادن به ما ندادن اختلاف ایجاد شده، یا اینکه اختلاف طبقاتی ایجاد کرد فقط برای یه قسمتی. اون که میگفتن 1000 فامیل، آخه 1000 فامیل تو 30 میلیون این کاری به فامیل همه نداره که. یه قسمتی یه دفعه از ایران بیخبر شدن، پولایی که دستشون افتاد دیگه هیچ کس رو آدم نمیدونستن، آرشون میشد، به قول معروف میگفتن حتی با پشت خودشون میگفتن رانه یا بومیدی و اینجوری بود، ولی اونو نمیدونم. بعد شما یه چیزی گفتید این کشورها درآمدهای زیاد باعث شده یه چیزایی بخرن، یه کارهای انجام بدن، ولی پله های دموکراسی رو پله پله بالا نرفتن. اینو با شما هم عقیده هستم و یه چیزیه که باید بیشتر در موردش صحبت کنیم. من اول برنامه گفتم که یک خانمی پیام گذاشته و بذارید ببینم اگر ایشون پیامش را پیدا کنم. بله اینجاست، ببینم که حالا همونه تا براتون بگم که چی شد. و الو سلام، حالتون خوبه؟ خسته نباشین، فکر کنیم با من تماس بگیرین. آها، من با ایشون تماس گرفتم، ضمن این که من اگر کسی نگه برای چی تماس نمیگیرم، چون این بده دیگه. وقتی یک کسی زنگ میزنه باید بگه که مثلا من برنامه شما رو دیدم میخوام درباره اون قسمت صحبت کنم، من برنامه شما رو دیدم میخوام تلویزیون مردم برنامه داشته باشن. یه چیزی باید بگیم. کجای دنیا یکی به یکی زنگ میزنه میگه که لطف کنید به من زنگ بزنید؟ بالاخره ما لطف کردیم زنگ زدیم، ایشون تا شماره تلفن یکی دیگر رو میخواد، گفتم من برنامه زنده دارم، الانم خودم دیر رسیدم و چشم میرم نگاه میکنم اون برنامه رو، ویدیوش شماره ها هست. ولی ایشون به من گفت که 13 بدری بوده جایی و یه تلویزیونی اون 13 بدر رو به اصطلاح پروموت میکرده یا راه انداخته بوده. میدونم تلویزیون رویال تیوی خانم سیمین تهرانی. بعد ایشون شکایت میکرد، گفتم ببینید خانم اگه من این چیزها رو بگم، بعضی ها میگن نگاه کنید تلویزیون ها برای همدیگه میزنن، ولی اگه شما صدات پخش کنی بذاری زب، یعنی رود پای من پخش میکنم. ضمن این که هر چیزی این خانم گفت به نظر من یه جوری حق با خانم سیمین تهرانی بود. مثلا دوستان وقتی یه کنسرت گذاری یه برنامه ای میگه که و خواننده سورپرایز، این به زبان لوری، به زبان کلمتری، به زبان ساده شیرازی، یعنی اینکه این بنده خداها تا حالا نتونستن 12,000 دلار 20,000 دلار بدن به یه خواننده، هنوز دارن دنبال یه خواننده میگردن که آقا بیا اینجا 13,000 نفر میان تو برای ما مجانی بخون، اینم تبلیغ برای تو. حالا این دوستمون زنگ زده که خب خواننده کی میخواد بیاد، من میخوام ببینم دوست دارم یا ندارم. بذارید من یه چیزی رو بهتون بگم، امسال هم قبل از برنامه های 13 بدر ارشیا و دیگران نگفتم، ولی دوستان 13 بدر قشنگیش به این بود که میرفتی یکی تنبک میزد، یکی با قابلمه تنبک میزد، نه اینکه هی کنسرت بذارن از صبح تا از اون کنسرت اونجا داره جیغ میزنه، شما به دوستتم که میخوای سلام علیک کنی صدای همین نمیشنه. چرا این کارو میکنن؟ برای که ممر درآمدی شده براشون. غلطه؟ نمیدونم. من میرم؟ نمیرم. من میرم پارکایی که از این خبرها نیست، که همون دوستمون به روز میاد اونجا کباب میکنه، اون یکی آش رشته درست میکنه، اون یکی از بیرون کنتاکی فراید چیکن خریده آورده، اون یکی بعض وقتا هم کنتاکی فراید چیکن تو این دود و فوت کباب نمیدونی چه قوقایی میکنه، اون یکی خوراک بینن رایس پاپایز آورده. 13 بدر اینه. 13 بدر که کنسرت نبود، 13 بدر که گوگوش نمیمد برای ملت بخونه، طرف صبح زود بلند میشد که زیر فلان درخت بره جا بگیره، همیشه هم بارون میمد، همیشه هم سرد بود. در صورت دوست عزیز اینا مشکلات زیاد دارن. بعد
داره اعلام میکنه. شما درست هم میگی، وقتی تلفن میزنن خب تلفن برای اینه که شما سوال کنی آقا چجوریه. مثلا همین آقای مهدی زاده نمیتونه بگی خب من که دیگه گفتم 6 اس میریم 6 میریم 6 اس برمیگردیم بیکت 26 دلار. باید جوابگو باشن. اونا هم اگه تحمل این تلفن‌ها سوالای بجا و سوالای بیجا رو ندارن بهتر این کارو انجام ندن. این نظر منه. خانم تهرانی، ما دو تا تهرانی داریم، دوتاشون هم سیمین تهرانی هستن. حالا اون یکی اسمش عوض کرده، دادن گوشته زینو، زینب، زینی هر چیزی. یکیش اون بود که آمد، فکر کنم آرایشگاه هم داره، آمد یه پولی رو داد به این مسعود امینی معتاد، گویا برادرش دوست مسعود امینی بوده و بعدم چه ماجراهای زشتی و فلان و بیسار اینها، شریکیشون رو بریدن رفتن. دومیش این خانم سیمین تهرانیه که اگه اشتباه نکنم ایشون پرستار بوده و یه پولی، حالا هر کسی هم یه چیزی میگه، یه پولی دستش آمده این تلویزیون راه انداخته، مدیریتش هم خوب بوده، تا حالا تونسته دکترای زیادی، چون اصلا به سیاست کاری نداره، هر کی هم دو کلمه از سیاست صحبت کرد فردا دیگه اونجا نیستش. میگه آقا تلویزیون این همه سیاسی هست، من نمیخوام تلویزیون سیاسی باشه. در اصل حالا تو کارهای دیگه هم شرکت میکنه. ولی این خانم یه چیز جالبی گفت که من بهش گفتم من فکر نمیکنم خانم سیمین تهرانی به خاطر دو تا مصاحبه که کرده به قول شما با آدمای معروف خودشو گم کرده باشه. بهش گفتم خانم من همین الان دارم از همین دم کاپیتال و وایت هاوس و اینا میام، اون روز این استیو میلر رو دیدم. بهش گفتم آی نو یو. بعد همینجوری اصلا وقتی میری امروز صبح دم این چیز ترامپ، دم این هتل ترامپ، چند تا از این خبرنگارای ما رو فاکس اونجا بودن، بعضی هاش دیگه میدونی که اینو میشناسی ولی اسمش یادت نمیاد، و برو دم کپیتال این نماینده های مجلس زور که میشه، بعضی هاشون با شورت با دوچرخه دارن دوچرخه سواری میکنن. و من نمیدونم این چه چیزی که مثلا تو ایرانی یه نفر با یه شهردار فکستنی که صحبت میکنه این آقا دیگه فکر میکنه خدا شده. من فکر نمیکنم خانم تهرانی سیستم ایران تو کلش باشه. میدونم که بابا اینجا میدونه شما آقا این وایت هاوس، من اگر ترامپ نیامده بود مارچ گذشته قرار بود کردنشالشونو بگیریم، اصلا یه روزی بهتون نشون میدم این کردنشال یا این کارتای شناسایی، هر کس میتونه اقدام کنه. شما زنگ میزنی میگی من چجوریه اقدام کنم، میگه اینجوری میای، ما سیستماشون خیلی قرازه، مارچ تا مارچ ما اپلیکیشن میپذیریم، شما میای، بعد اینجوریه، بعد هر روز مثلا توی اتاقی که نشون میدن یه اتاق کوچولوه، اگه نگاه کنی هم بشماری معلومه 8 نفر نشستن اینجوری، اون بغلش بالاش اون سرش اینجوری، اینا یه تعداد محدودی میتونن جا بگیرن. حالا یا اینجوریه که هر کی صبح زودتر رفت پر میشه، یا میگن که هر کی نوشت آمد، هر کی نیامد میدیم به اونایی که تو صف وایسادن، و اصلا چیز مهمی نیست. شما نگاه کنید این بدبخت شارلاتان احمق ترامپ چه خاکی به سر خودش کرده. اتفاقا من یه عکس دارم بهتون نشون بدم، امروز صبح این عکس رو گرفتم از هتل ترامپ و دیدم بغلش نوشته اسپای این دخترش ایوانکا. آخه ببینید چقدر آدم پست باشه. خب خانم شما حالا بابات پولداره، تام اومدی، نه هنر داری نه چیزی، رفتی تو کار لباس، رفتی تو کار فلان، حالا آخه کوفتی زهر ماری، حمام و اسپا درست کردن دیگه چیه؟ چقدر این، میبینید اینجا کوچولو نوشته، بذار ببینم میتونم بهتون نشون بدم، این هتل ترامپ که اولد پست آفیس اینجا رو کرایه کرده، تو کرایه کردنش هم کلک زده هم پارتی بازی کرده با دولت و اینها، و حالا اومده یه هتلی اونجا درست کرده و برای خودش خوشخوشانشه. ولی شما نگاه کنید این دختره برای پول آمده، این میبینید نوشته که The Spa of Ivanka Trump. اسپا هم که میدونید این جایی که ماساژ میدن، یعنی حقیقتا این حمامای عمومی، خودمون حمام عمومی، چرا حمام عمومی بود؟ برای که الان یه نیم ساعت این میرم یه نیم ساعت دیگه اون میرم، این جایی که ماساژ میدن سونا هست اسپا هست چیه؟ شما زنگ میزنی بهت میگه ساعت 10 تا 11 دو تا 60 دلار دو تا 100 دلار، حالا اینجا لابد دو تا 400 دلار میگیره، چون اتفاقا یکی به من گفت که بیا اینجا یه آبجوی بخوریم، گفتم من اولا سر کارم، بعدم I cannot afford Trump،
and I don't want to pay any money to his foundation. گفتم من این قیمتاش برای من گفت از کجا میدونی؟ گفتم این معلومه که آدمی که اینجوره این آدم باید با گران فروشی امورش بگذره، ولی مشتری تا دلتون بخواد میاد میره و الی آخر. اینم از این. همونجا که از هتل این آمدیم رفتیم برای این ور وایت هاوس و ویلارد هتل هست، چشمم به این دوتا خورد که وایسادم این بچه هایی که روش سوار بودن بیان پایین تا من یه عکسی ازش بگیرم. بذارید اینجا بهتون نشون بدم این کپچر 3 این بله، این اگه یه وقت آمدید اینجا جلوی ویلارد هتل که اون ور خیابون وایت هاوس، این ورش واشنگتن هتل، این ورش وارنر تئاتر، اون ورش فریدم پلازا است، این میبینید این یه فیل سمبل حزب جمهوری خواهان ریپابلیک و این یک خره سمبل حزب دموکرات ها. اینی هم که ماها یا حالا توی توفیق یا جاهای دیگه شروع کردیم هی حزب خران حزب فلان گفتیم، از اینا یاد گرفتیم. وقتی میگن طرف فیل هوا میکنه، یعنی اینا این سمبلشون که فیله، اینو وقت میخوان یک کاری کنن سر صدا میکنه، اینم خر. ولی شما بیا همینجا بچرات سیا از اینجا میان روش سوار میشن، میان پایین عکس میگیرن و میرن. و به نظر من واشنگتن یکی از جاهای دیدنی هست که اگر ندیدید بیاین ببینید. و جالبم هست اینا خیابونای خودشون رو دست اندازاش نمیتونن درست کنن، میخوان برن دموکراسی رو تو ایران درست کنن. شما داری قدم میزنی یه دفعه یه چیزی میگی تق، فکر میکنی الان یکی تیر انداخته. نخه، این منهول سر این سوراخای هست که میرن تو آبشی و توی سوراخا، اینا رو اینا نمیتونن درست کنن که با سطح جاده هم کف باشه، ایون باشه، تراز باشه، نمیدونم چی بشه. یه اینچ پایینه میفته طرف توش، میاد بالا ماشینه میگه تا دست انداز تا دلت بخواد. اصلا افتضاح این واشنگتن. من هر وقت میخوام برم ماشین خودم رو نمیبرم، میرم اینجا پارک میکنم، با مترو میرم، یا این روزا که دیگه از همینجا با اوبر میرم. خیلی ارزون، نه مشکل پارک داریم، نه مشکل بنزین داریم، نه مشکل تیکت داریم. اون بنده خدا زحمت میکشه ما رو پیاده میکنه، اون رب به سلامت، ما میریم به کارمون میرسیم. حالا اونم سالم برسه خونش، امیدواریم تیکت نگیر. و اما اینو براتون پیام این خانم بهش گفتم پیام بذار، حالا بذاره نظره نمیدونم. این دوستمون که گفتم نوشته کاگو جون برعکس هر روز دیر کردی امروز، امیدوارم همه چیز درست و خوب باشه، منتظر خواندن خبر خوش بودنت هستم. منم براشون نوشتم خوب و خوش هستم، ممنونم. ولی یادتونه من برنامه گذشته یه دوستی یه ایمیلی فرستاده بود، گفتم آقا این دوست این ایمیلی که اینجوری میفرسی، این با طرف فکر میکنه اینجا بهش میگن سپوف یا فیک، یا فکر میکنن این چیزای قلابیه. ایشون لطف کرده نوشته با درود و با آرزوی سلامتی و تندرستی لطفاً بفرمایید که اشکال از خود ایمیل است و یا از نحوه فوروارد کردن من، بی زحمت در صورت امکان راهنمایی بفرمایید که موجب سپاسگزاری است. عزت زیاد. اسمشون رو نوشتن و فامیلشون. دوست عزیز، هیچ چیزی به تنهایی اشکال نداره. دیدید کامپیوتر طرف میگه آه تقصیر کامپیوتره، بعد یکی یواشکی میگه ما کامپیوتر درست کردیم که هر چیزی که خرابه بندازیم سر کامپیوتر. اشکال از نوع فرستادن شماست که از موضوع، از اون باکس سابجکت استفاده نکردین. البته نوشتید به انگلیسی، نوشته a message from UK prime minister، یک پیام از صدر اعظم انگلستان، ولی چون کپی کردین از اون فرستادین و یه ایمیل جدید اینیشیت نکردین یا آغاز نکردین یا راه ننداختین، وقتی من اینو دیدم وقت چیزم اینه امورداد نیوز. حالا این امورداد نیوز اولی که میخونی فکر کنی آلمانیه، مثلا میخونیش ام آن مین ای ام مین و اینا، و وقتی اینجوری شما با فارسی یه توضیح کوچولویی بده تو اون باکس بنویس که اینجوری. امیدوارم برنامه رو ببینی. و ایمیل فرستادن و فیسبوک و اینا یه تکنیکای خوب و خاصی داره که حقیقتش من خیلی بلد نیستم. اگه خیلی بلد بودم خب لابد الان 1,000,000 طرفدار داشتم. ولی دوستان حواستون باشه، طرفدار که زیاد داشته باشید پشتش جنون آنی هم میاد که دفعه هفتیرت رو بر میداری
میری توی یوتیوب و چند نفر رو میکشی، خودت رو هم از بین میبری. بله. خب گوگل وایس، آره این دوستمون از ایران تماس گرفته. آها فکر کنم آقای ارشاده. آقای ارشاد میگه ممکنه چند هفته برنامه نداشته باشه و این جمعه به اصطلاح ممکنه برنامه جدید نداشته باشه. و آقای پتیک برای من راجع به بهشت و جهنم و اینها بود، گفتم که والا من و تو بهشتیم، بعد گول دیگران را نخور، زندگی خوبی داریم، بچه همون سالمن، راحتن، شب که میخوابیم بدهکار نیستیم، راحتیم. و یه وقت مثل آدم و حوا فکر نکنی اگه این سیب خوردی از این بهشتم، از باغ عدن دیگه، باغ عدن، عدن چیه، میری یه جای دیگه، دیدی که آمد تو این جهنم دنیا. ایشون گفت نه من راضی هستم، شما داستان شاه عباس و زناش میدونی؟ گفتم والا این شاه ها انقدر زن دارن آدم نمیدونه داستان کدوم زن، حالا شما برامون بگو یا بنویس. گفته بود طولانی، من میگم فکر کنم، پیام گذاشته، پیامش پخش میکنم. کافی جان سلام، پدیک است. روایت از شاه عباس، بعضی از روزها با لباس مبدل به داخل شهر میرفت و اوضاع را باد. روزی کارگر ساختمانی دید که در عین خواندن آجرها را به طبقه بالای ساختمان پرت میکرد و دقیقا دست اوستا کار میرسید. تعجب کرد. در موقع برگشت از حاجب خود علت را جویا کرد. حاجب پس را تحقیق گفت این کارگر زن بسیار خوبی دارد که همه زندگیش را به خوشی فراهم میکند، ولی و او با دلی خوش به سر کار میرود. شاه عباس گفت ترتیبی دهید تا از زنش طلاق بگیرد تا ببیند اوضاع چگونه خواهد. درباریان تلاش بسیار کردند تا زن را از آب بدر کنند، اما میسر نبود. یکی از زنان دربار گفت من از عهده این کار برمیآیم، لذا چند بار به زن مراجعه کرد و به گو گفت لیاقت تو شاه است، نه این کارگر ساده بی سر و پا. زن اول راضی نمیشد، ولی آنقدر در گوشش خواندند تا از را بدر شد. شب کارگر خسته به منزل آمد، بی از سلام علیکم ماساژ و شام خبری نیست. در دل گفت شاید زنم خسته است. شب دوم، سوم، چهارم را دید نه خبری نیست. از زن علت را پرسید، گفت من طلاق میخواهم و مردای بهتر از تو هم در عالم هست. شوهر هر چه سعی کرد نشد، هر روز خسته تر و دل افسرده تر به سر کار میرفت. شاه روزی با لباس مبدل برای بازدید رفت، دید کارگر آجرها را که بالا میاندازد همه کج و موج میروند و دیگر آواز نمیخواند و اوستاکار به کارگر فحش میدهد. شاه عباس دستور داد دوباره زن کارگر را روبراه کند و سر خانه و زندگیش برگرداند، ولی مگر عملی بود؟ زن دیگر چیز دیگری شده بود که نگو و نپرس. یکی از درباریان به شاه گفت به من واگذار کن. روز بعد آن مرد پیش کارگر ساختمان رفت و ضمن احوال پرسید ماجرا را پرسید. کارگر با سادگی همه داستان زندگی را گفت. مرد گفت خانه که رفتی آن آفتابه مسی را قائم کن و بعد داد و قال کن که آفتابه من گم شده، من چگونه طهارت بگیرم. کارگر غروب که از سر کار آمد به دستشویی رفت و بعد شروع به داد و قال کرد. زن بیرون آمد گفت چه خبره؟ گفت زن آفتابه مسی هم گم شده، چگونه طهارت بگیرم. زن گفت به جهنم یه آفتابه دیگه بردار. شوهر گفت نمیشه، من 30 سال برای با این آفتابه خون گرفته اندازه طهارت رو میدانستم، حالا چگونه دوباره پیدا کنم. زن به فکر فرو رفت و گفت این مرد برای یک آفتابه ساده این همه داد و قال میکنه، من چگونه شوهر 30 ساله ام را ول کنم و برم زن دیگری شوم. اخلاقش برگشت. روز بعد شاه عباس برای بازدید کارگر رفت، دید او دارد میخواند و آجرها را قشنگ به طبقات بالا میاند. شاه به خود گفت زن باید صفت خوب داشته باشد نه صورت خوب. موفق باشید. بسیار ممنون. و من دیروز با یک خانم بسیار مسنی از آتلانتا صحبت میکردم، اتفاقا بهش گفتم که این چیزی که شما الان داری میگی اگه یه وقتی یه ویدیو ازش درست کنی برای من بفرستی من نشون میدم. این خانومه همین چیزایی رو که شما گفتید، حالا مال شاه عباس و اینا هرچی بود، داشت اونجا توضیح میداد به دوستانش که نشسته بودن و میگفت که به اصطلاح این کیفیت زندگی اگر خوب باشه هم طول عمر به آدم میده، هم شادی و خرسندی و اینها. و دیدم خیلی، البته من الان واقعا قادر نیستم اونجوری که ایشون صحبت میکرد صحبت کنم. یکی از دوستان هم نوشته بله آقای سوربی، این
خانم نسیم رو شما در تلویزیونتون نشون میدادید. من یادم نمیاد باهاشون مصاحبه کرده باشم، چون ایشون خودش ویدیوها رو میساخت، به احتمال زیاد ویدیوها رو همون داداشش و دوستانش کمک میکردن، کارشون هم قشنگ بود، خیلی هم زحمت میکشیدن، ولی یه مقداری اگریسیو بودن. اگریسیو یعنی چی بگیم به فارسی؟ یه مقداری عصبانی و ناراحت بودن، اینجوری بود. در صورت آقای بهرامی، خسرو بهرامی هم میگه من آمدم، خیلی خوش آمدید و میتونید برنامه رو از اول نگاه کنید، چون شما که آمدی من رفتم. گفت چی؟ دیو چو بیرون رود، فرشته، آقای خسرو بهرامی، دیو چو بیرون رود فرشته در آید، که دیدیم آقا چه دیوی رفت و چه فرشته آمد و شعرم اصلا خراب شد. دوستان عزیز، شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. آقای مرادی، این آقای پتیک سالهاست، 3-4 ساله که با ما آشنا هست، هم حمایت میکنه، هم هر وقت یه پیامی داره میبینی تو 2 دقیقه و خورده‌ای سلامش میکنه، میگه من پتیک هستم، درباره چی میخوام صحبت کنم، داستان رو میگه، تموم میکنه میره. حالا بعضی هم نیم ساعت صحبت میکنن، تازه میگه حالا که وقت کم بود، انسری ماشین شما هم قطع شد، و به همه نق میزنه جز به خودش، که آقا خانم یک کاغذی بردار سرتیتر بنویس که من امروز میخوام درباره درآمد نفت و تغییر در رفتار خانوادگی، من امروز میخوام درباره درآمدهای زیاد و پله های دموکراسی را طی نکردن صحبت کنم، من امروز میخوام درباره کتاب دکتر ماسالی صحبت کنم، من امروز میخوام درباره اندیشکده، اندی، پیژن پرید، والنتاین صحبت کنم، من امروز میخوام درباره شما صحبت کنم. صحبت کردم، دیدارمون به جمعه ساعت 2 بعد از ظهر با من، 12 ظهر با کانون آوا. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، شما هم میتونید مهمان برنامه های تلویزیون مردم باشید، ولی مهمان مثل نفس. چقدر خوبه این نفس، اکسیژن تازه. الان امتحان کنید، من که رفتم، این اکسیژن رو بگیرید، مهمان دیگه، نگهش دارید نذارید بره، ولی اگه دیدید رنگتون داره بلو میشه و بنفش میشه و اینها، بگید به مهمون آقا برو، مهمون مثل ماهیه، اگه خیلی موند میگنده. و روزتون بخیر، امیدوارم این چیزایی که ما گفتیم یه انقدرش به شما یه جایی اثر گذاشته باشه، امیدواریم این چیزایی هم که شما به ما میگید اثرگذار باشه. و من یاد گرفتم حقیقتا این 20 سال و دلیلش اینه، یه روزی برم از این داور ویدیوهای 20 سال پیش رو بگیرم بیارم بهتون نشون بدم که چی بودیم چی شدیم، حالا دیگه قضاوتش با شما. دوستان عزیز، ممنون و متشکرم که با تلویزیون مردم هستید، بسیار ممنونم که با سوربی با مردم هستید، و ممنون میشم اگه این تلویزیون رو از طریق از طرقی که میدونید به دیگران، به دوستانتون معرفی کنید. دیدم سعید تا اومد روی برنامه بعدم نوشت که ویدیو شیر شده، ویدیو رو شیر کرده. ممنونم، متشکرم. روز روزگار بر شما خوش.